جنوری سال 2022 میلادی است و ما باز هم در یک برنامه زنده در خدمت شما قرار دارم. امیدوار هستم که یک برنامه مثمر باشه و ما و شما بتانیم از یکی دیگه خود یک چند کلمه بیاموزیم. مشکل مملکت ما قسمی که شما هم تعقیب میکنین اخبار و مسائل افغانستان نه تنها که حل نشده و حل نمیشه همیاله، بلکه به مراتب بغرنجتر و مغلقتر شده میره. 43 سال است که در افغانستان پیش چشم ما، اگر 1.5 سال بمانیم امی 43 سال بگیریم، دمی پیش چشم ما که دمی جریان بودیم، جنگ افغانستان به یک جنگ زیادتر یک جنگ قومی بوده، منطقه‌ای بوده، نژادی بوده. باز اگر جنگ قومی را در یک سر رسیده که اوخم مهم نبوده، باز جنگ خود امو بین امو مردم یک قوم بوده، بین منطقه بوده، مزاری و پنشیری، پنشیری و ایراتی، ایراتی و بادغیسی، باز پکتیاوال و قنداری برالای دیگرها، باز اونا بین خود، اینمی جنگ دینمی 43 سال بوده. ما خودم شخصا شاهد از اینمی جنگ هستم، یعنی از 43 سال که مدمی جریان به چشم خود دیدم. از او اگر پیش بریم یک 10-15 سال دیگه شام که دوره شاه و دوره داود هم به چشم دیدم میتانم بگویم، اما از اینمی 43 سال که شروع کنیم، خلقی ها قدرت گرفتن که پرچمی ها، پرچمی ها را زدن، جنگ لسانی بود. بعد از او باز پرچمی ها که گرفتن قدرت، طرفدارای آقای نجیب خیستن مسئله قومیت کشیدن که رفیقای خود در جنگ افتیدن. اخوانی ها که علا مسلمان، علا برادر، علا الله اکبر، علا اکبر در جان هم افتیدن سر مسئله قومی و همو علا اکبر، علا از غر جور کردن. تا این همم سال علا اکبر میگن، اما عملا علا اکبر، علا از غر جور شده. خب باز این طالب ها آمدن، اگر از دیگرها از یام تیر شویم، امی غنی و دیگر و کرزه و کسیف و اینا همی این آلودگی را کردن. طالبا که آمدن امارت اسلامی، امارت اسلامی که قانون، قانون الله است. در چشم الله دیگه خب کلگی ما یک استیم پشتون تاجک و ازبک هزاره نداره. اما تو معلوم میشه که طالبان پیش ازی که هیچ کدام جنگ دیگر انجام بتن، جنگ قومی ساختن. حالا دو سه روز است که در سمت شمال تنش ها به وجود آمده. مردم سمت شمال در فاریاب و میمنه و ایجا برخیستن با پشتیبانی از یکی از قماندانای مشهورترین طالبا در سمت شمال که مخدوم عالم است. مخدوم عالم طالبا در مزار میخواین بر ازی که ما امراید گپ میزنیم. اوچت نامردانه مثل که اموی نادرخان عبیبالله کلکانی را خواست داشه قرآن هم نشته کرد که آمد دزگیرش کردن. این نمی را میبرند اوجه دزگیر میکنن. خب مردم ازبک در سمت شمال استاد شدن، تظاهرات کردن و خوبی در ایست که اینا مسلح هستن. این مردم ازبک هم طالبایش، یا دیگه حال جنگ طالباست، طالبای سمت شمال هم مسلح هستن. خوب صحیح ویر طالبا آوازه خیست که ملای کلان طالب در مزار گفته که به خدای ازبکا خال مسلح است بسیار زیاد، این قماندان باید از ایجا پس کنیم، اسلحهش بگیریم که اگر نه در آینده ای برای ما مشکل ساز میشه. چرا مشکل ساز شد؟ خب یک طالب گنده تو، یک طالب گنده او، هر دوی نوکر پاکستان. اینال تو چرا اینمی جنگ شروع کردی که تو طالب که امارت اسلامی داری، که در امارت اسلامی باید هیچ چیز دیگه، هیچ معیار دیگه وجود نداشته باشه؟ اسلام تمام مسلمانان نظر و قرآن برادر احمد، هیچ تفاوت نداره به استثنایی که در تقوا. یادم سالا جنگ کرد سمت شمال، امی سکو داد، اینمی مخدوم عالم وقتی که قدرت گرفت، مثل اونمو دوستمه که می آوردن سرش کار خودم می کردن، کرزه یا یه غنی و دیگه و دیگه، باز که می کارشان خلاص می شد، اولین کس را که می زدن دوستم بود. حالا که دوستم نیست،
اینی قماندان های طالب آل دسر از اینا شروع کرده. خب این اختشاشات دامنش تا بدخشان رسید و به طرف های دیگه مملکت و آوازه شد که طالب های که دو قماندان کلان ازاره خود در بامیانم از کار برطرف میکنن، اما خیزش های مردمی باعث از این شد که جنرال های پاکستان یعنی طالب ها را بگوید که ای کار را نکنین، ایلا کنین نفره. بنان اینا مجبور شدن مخدوم عالم بر امروز ایلا کردن و ای ادامه میفه. بخاطر از اینکه اینی میامتن های پشتون ما کدام رقم اسیر شخصی نگیرین، میره ما به پیش چشم خود دیدیم، یعنی اموطن پشتون بسیار غیر متعصب و خوب داریم، تحصیل کرده داریم، مقبول داریم، هنرمند داریم، نویسنده داریم، شاعر داریم که از شما دور. باقی نمی کسای از یا که در سیاست است و نیست، یک وقته از امی خورترکی ما چون کت شیر بر از یا میتن یا کت شروع میتن یا کت او میتن یک چیز میتن که نمینا فکر میکنن که مردم دیگه در افغانستان اصلا حق ندارن. اصلا وزیر دفاع باید پشتون باشه، وزیر داخله باید پشتون باشه، او که کمی هر چوکی که هستی از پشتون باشه. اون جوالیگری و نوکری و اینا خب باز حق شما هم از دیگه اونه بره، جوالیگری و نوکری از شما و ای به این رقم کار نمیده. سعی کنین امی طالبا دمی 43 سال اینمی رهبرای پشتون اینی گپا را زدن. شما به این ویدیو گوش کنین، ای عباس استانگزه است که در این روزا این بیانیه را داده، گوش کنین چه خوب یه گپ میزنن. تمام افغان ها مرد و زن از شرق تا غرب، از شمال تا به جنوب، همه یکی شوند و دست اتحاد و اتفاق به یکی دیگر بتن و برادروار مثل برادر و خواهر در پهلوی هم دیگر زندگی بکنه و تمام مشکلاتی که قبلا وجود داشت یا بود همه را فراموش بکنیم و زیر یک بیرق واحد و یک حدود عربی جغرافیایی افغانستان خود به حیث افغان زندگی بکنیم. میبینین شما که چقدر مقبول گپ میزنن، کلگی ما برادر زیر یک بیرق برای مملکت، برای نمی افغانستان، کلگی ما یک جای باید کار کنیم. خب بسیار خوب، واو یک چک چک. یعنی من خوکت طالب نه به عقیدت موافق هستم نه به می کارایی که میکنین و این راه حل نیست. امی امارت اسلامی اصلا راه حل نیست. خب بازم امی گپ گپ خوب استانگزای صاحب، مگر استانگزای صاحب اگر ما بوره بگویم دان تو شیرین میشه یا تو که چای میخوری یوازه که یک قند بخوری، اگر بگوی یک شب چای کنی باز بگوی قند 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 شیرین میشه و دانت نمیشه. در این گپای میانتوهی پوخانمانند مشکل ما حل نمیشه. چرا شما مخدوم عالم زندانی کردین؟ چرا این نامردی رو میکنین که یک نفر رو میخواین که بیا که ما مذاکره میکنیم؟ مذاکره اگر گپای اسلامی اینمی هست نه که خداوند گرفت کت ملائک نه گرفت مذاکره کرد و ما چون این رای تو کرد، یعنی که در اسلام بسیار مشوره و اینا بسیار زیاد در اسلام مهمه. نفر میخواه نامردا در مزار که میره تو دزگیر میکنی. چرا مثل مخدوم عالم چند قماندان دیگر هم گرفته بودن در می جنگایی که بین از یاشر یک قماندان پشتون کشته شد، چند نفر ازبک زخمی شد و اگر اینا مخدوم عالم اعلان نمیکردن این تنش ها زیادتر میشد. و آله که اعلان کردین شما فکر میکنین که مخدوم عالم دیوانه از دیگه که آله نفهمه که شما چی میکنین؟ خب امروز اعلانش کردی سه ماه بعد چی؟ امی دوستان اینو میغنی چند دفعه قصد ترورش داشت، اونو لنگ دیگه که بوده که مشاور امنیت ملی بود، امو غنی یکی دو دفعه برای کشتن جنرال دوستم در سمت شمال توطئه کردن. خب فضل خدا که کشتن نشد، جان به سلامت بود. از چی؟ عقده پشتون بودن. اینمی من نمیفهم که نمیره کت شیر برای هموطنهای پشتون ما میتن، کت او میتن، کت برین میتن، کت شروع. یک چیز هست که هموطن پشتون ما فکر میکنه که دیگه هیچ کس در این مملکت حق نداره. و اینمی کار شما که مخدوم عالم گرفتین، سعی کنین اینی یک گوشه که خورده از تظاهرات در میمنه و فاریاب. آزادی این مردم،
ما استقلال این کشور زحمت کشیدن، ما میخواهیم آزادی ایشان با شرافتمندان و آبرومندان رها شوند و مرکزی میخوام که مختوم صاحب 20 سال است که دایما را خدمت میکنم. باید آزادیش میخوام، گناهش باشه دپاریاب تسلیم بیاد، جزایش دپاریاب مردم خودش میده. در امارت اسلامی بیای کلالاش دامین پاریاب در مردم سوال کنه، در مردم بپرسه که این گناه چی است. بیای دامین پاریاب چیز کنه، جزایش بیاد. نه که در مزار شریف دو نفر را تشکر کنه. تظاهرات نکنین میگه، یلا میکنه میگه، کوی یلا کنه. دیشب در مورد آرامی مردم تلفن داده، یک ساعت صحبت کردن، حالا تلفناش کلا خاموش است. تظاهرات ادامه داره. ایرا شما سعی کنین از بچه ها که 10 ساله تا مرد 90 ساله در این مظاهره خیسته که از حق ازبک بودن خود دفاع کنه. حالا این مردم ازبک اول گرفتین طالبان را آوردین در وجه رقم خود آدم های دیوانه دیوانه را، اما اونا استاد شدن، اما ازبک های خود زدن، اما منطقه را گرفتن برای طالب. حال تو اونو نفره در وجه تعمل نمیتونی، طالب خودت که اما یک آدم لوده مثل او عبدالله را امیر المومنین میگه و امارت اسلامی، اینا کلگی اما مردم خود زدن و کشتن، در دست شما دست بسته دادن. حال تو دموام میمیره تعمل نمیتونی، اما تا آوازه خیز که قماندان کلان تاجک رفتن که بگیرن که وام طالب شماست، قماندان کلان ازاره را بگیرن که وام طالب شما، خوی این حال هم آمدی که کلتان بیاین در یک صف استاد چین برادرا، کلگیتان در این مملکت آقای استانگزگ و امو دگرایتان، چطور ممکن است همی؟ هیچ ممکن نیست در مملکت ما. یعنی شما گشته گشته با مردم ثبوت میکنین که اصلا ما و شما در یک مملکت زیر یک بیرق نمیتونیم. ما سالها تحمل کردیم سرود ملی شما را، سرود ملی را شما برای خود جور کردین، لسان دری را که یک لسان حداقل 200-400 میلیون نفر امیال دمی لسان مکالمه میکنه. شما اند سعی کنین تمام مووی های از یا که جور میشه و کدام به اردو که جور میشه، حداقل 30-40-50% از این کلمات دریست. دمی پشتو کلمات دری رو پس کنین، لسان پشتو گنگه میشه. شما سعی کنین این تا قزاقستان که همین تظاهرات بود، شما مرکزش سعی کنین نورال چطورکایی بود، نورال سلطان که امو منطقه به نام آستانه یاد میشه، یعنی که اگر سعی کنین تا اینی مناطق هم اینمی لسان دیج ریشه داره. شما اینی لسان پس میکنین، پاکستانی که نوکرش هستی در وجه سرود ملیش و فارسی است، اما تو سرود ملی در افغانستان گرم شه و لاگرم شه، یک گپای بیمانا بیمانا ما مامورا بیایی که احترام کنیم به بیادرهای پشتون ما که امی ها یک دفعه دلکشان نشکنه. گرفتین یک رقص چرخک چرخک که هیچ مانا نداره، دا ملی اتنده، ملی اتنده، بیایی بیادرها ما میره یک چرخک میزنیم که اگر چی سر ما گنس هم میشه ولی خیره، یک چرخک میزنیم که همیا بگوین که همیشه کل ما یک جای هستیم. یعنی هر کاری که شما کردین ما که شما قبول کردیم، با شمول اینمی طالب بازیتان این آمدین، حتی در اینمی هم شما راضی نیستین. پس چی؟ مانای چیز که شما یک چیز میخواین که کلگی ما را نوکر خود بسازیم. یعنی به این نتیجه میرسیم که شاید شما غیر از این که ما جدا شیم دیگه ایش را نمیمانیم، یعنی برای ما دیگه ایش را نمیمانیم، غیر از این که ما جنگ کنیم، مملکت تقسیم کنیم، همین ما هزاره و ازبک و بلوچ و همین ترکمن و غیره و غیره، همون کسایی که نوکر شماستیم، همین ما نوکرها برای خود یک مملکت علایده بسازیم، همین شما بادارها یک مملکت علایده بسازیم، پیش میریم. خیر ما بی سواد، ما مردم نافام، ما هم یک کار میکنیم، ما موجه ببینیم که 50 سال بعد شما در کجا میرسین، ما در کجا میرسیم. حال اینمی رای حل از اینمی چیز دمی استانگزای تا مو عبدالله تا می غولای دیگه تان دمی با سوادای پشتون هم میگم، بی سوادای پشتون هم میگم، امی شما این از ای که زیادتر دیگه اینمی حال حکومت در دست شماست.
یک حکومت پشتون مطلقاً وزیر از شماست، رئیس از شماست، مدیرا از شماست، عسکر از شماست، جنرال ها از شماست، رئیس جمهور از شماست و آخرش هم چیستن شما؟ یک صوبه پاکستان ساختین مملکت ما را. امیال حکومت شما حکومت سرپرست است. رئیس جمهور ما کیست؟ سرپرست. وزیر خارجه امی متقی وزیر خارجه نیست، سرپرست وزارت خارجه است. چرا؟ به خاطر که صوبه پاکستان هستیم. پاکستان اجازه نمیده که ما یکی در اینجا وزیر داشته باشیم، یکی دیگه هم در خود اسلام آباد. ما کی هستیم؟ ما نوکرای پاکستان اینمیال شدیم از برکت سر شما. از امو زمانه که یعنی ما این نیست که از امروز در پاکستان افتیم، از اونمو روزه که آقای شانواستانه در مقابل دکتر نجیب کودتا کرد و گریخ در پشاور. از امو روز گلم افغانستان شما جمع کردین دادین در دست پاکستان. حالا این حال امیچی آمده در آقای عمران خان آمده گفته که افغان ها تکنیکل سپورت کار دارن، نفرای فنی کار دارن. سعی کنین شما مگرمه خانم که چی نشته. The Taliban have staffing issues. They are looking for help in Pakistan. مگه طالبا نفرای فنی کار دارن، کسایی که در حکومت کار کنن و از امی خاطر به طرف پاکستان سعی میکنن که اگر ما برشان کمک کنیم در پرکدن از این نفرات چوکی ها. Government jobs are given as patronage to ex-fighters and exiles living quietly in Pakistan. مگه چوکی های دولتی داده شده برای کسایی که در پاکستان زندگی میکردن، از افغانستان بودن در پاکستان هم تو آواره زندگی میکردن، یا کسایی که جنگجو بودن برای ازوا دادن. But not all possess the technical skills required for the job. اما میگه اینا امو اسکیل، امو اونره که امی کرسی ها را به پیش ببرن، امی چوکی ها را اداره کنن، میگه یا ندارن اونم اسکیل ها. یعنی یک عمران خان میگه که اینمی حکومت لوداست. امو لودایی که در پاکستان آواره بودن، درس نخوندن یا در جنگ بودن. یا نه که امی عمران خان به طالبا میگه که شما آدمای بی سواد لوده هستین، امی پاکستان باید که جای شما را پر کنه، امی شما را از حکومت پس کنه، یک تعداد آدمای که امی چوکی را از کجا رایی کنه؟ از پاکستان. یا قار است این مردم افغانستان خیصن؟ نه، چرا بازو یک لوده کلان داره ما شما که همون به نام کرزی، بازو کرزی که نشان بده که یعنی ما از این قار شدیم. بازو یک اعلامیه داده که نه، ما افغان ها هم در افغانستان آدم های فامیده داریم، هم در بیرون افغانستان، ما با پاکستانی ها ضرورت نداریم. او لوده کرزی، در مو وقتی که بودی تو چی کدی برای مملکت؟ نوکری پاکستان کردی، طالب آوردی، طالب برادر که غنی کثیف چی کرد؟ طالب برادر اینال طالب آمده امو عمران خان از شما کده اوشاره. میگه او مردم اینمی طالبا امو توانمندی پیشبرد حکومت ندارن، یار ما باید کمک کنیم، از پاکستان برشان نفرایی کنیم. ما صوبه پاکستان هستیم. ما یک آدم غول نیستم و یک آدم خائن وطن فروش هم نیستم. ما بر آزادی وطن خود 43 سال، یعنی ما بارها سر خود دمی خط اول ماندیم، دست روی کار برای قربانی. امیال هم امو رقمی ما پیش میرم. مگرم عمران خان راست میگه؟ عمران خان راست میگه. شما در افغانستان آدم فامیده نماندین، یا کشتین یا گریخت از وطن. امیال روز 5000 نفر تنا قاچاقی ایران میگریزه. در این 5000 نفر 4000 نفر از این امون نفرهای تحصیل کرده است. یعنی تمام مردمای تحصیل کرده از روز کشف غنی آمد، کلگیشان از وطن گریختن. امروز در لاغرهای اروپا، در امریکا، در اوجه آخرینشان نمی امریکا بود که 20-30 هزار نفر دیگه شکشید. هر دفعه که یک کشیدن میشه، تمام مردم باسواد مملکت میبراید، مملکت در دست بیسواد ها مفته. چی بیسواد تاجک، چی بیسواد ازبک، چی بیسواد هزاره، چی اینا چی دارن؟ دین دارن. والا بیادر گل هرچی که خدا بخواه اونمو میشه. اینال خدا که بخواه کار نمیشه. خدا به تو عقل داد، دست داد، پای داد که تو کار کنی. امی عمران خان راست میگه.
اینا لگم و خیزک های به جای پس کنیم که نه عمران خان تو خواهین هستی تو خواهین هستی، وطن وقت گرفتن. 10 سال براتان داد می زدم که بخی بیادر که وطن گرفته میشه. اما وقت که اشرف غنی در لابینگ دفعه اول ریاست جمهوری خود بود، ما آمدم امو گپایش ماندم که میگفت خط دیورنده ولی ما تصمیم گرفته نمیتانم، مردم باید تصمیم بگیره لوی جرگشه. آل طالبان ما این گپا میزنه. ما آمدم گفتم او کسافت تو رئیس جمهور میشی، مانای شیست که تو عقل داری که از طرف مردم تصمیم بگیری. چرا تو جرات نداری که استاد چی بگی خط دیورنده ما قبول نداریم؟ چرا؟ هر کدام از یا از ترس پاکستان خط دیورنده گفته نمیتانن. او مردم باید تصمیم بگیره. کدام مردم؟ مردمی که عقل گب زدن روزمره خود نداره. اینال از اینی خاطر است که ما نمیتانیم که به گفته از اینی رهبرای خائن مثل کرزی و مرزی و خرزی ما پیش ایم و بر علی عمران خان مظاهره کنیم. عمران خان 1000 دفعه راست میگه اینمی حکومت یک حکومت بی هنر است که این حکومت پیش برده نمیتانه. آیا این حکومت طالبا پس میکنن خوده؟ او روزا خوده طالبا هم و انس حقانی هم میگه پزد که یک نفره که پخپل زن پویگی چیز در چوکی ورنیم باید که عزیز پس شکه یکی دیگه به خوینمی مانایش است که در این حکومت آدم های فنی وجود نداره. ما کلگی ما کسایی بودیم که علم در قلولا یاد داریم، علم در قلولا را که چف میکنیم، این در 4 ماه هرچی که چف کردیم نه از این پیسه جور شد، نه نان جور شد، نه بود جور شد. بناهن بیایی که با آدم های بانیم که چف و پف یاد ندارن، درس خواندن، کار کردن، تجربه دارن، میتانن این وطن را پیش ببرن. همین ملا ایران یک خوبی داره که آخوندی را واگرفته اما آدم های وشار مملکت خود تیله نکدن، حتی آدم های تحصیل کرده هم یاله پس ایران میرن، اما شرایط برشان آماده ساخته. اما در اینجا که میمیری نفرها در روی سرک ساده بیادر گل امیری شکتبان رسول الله خوش بشه مبارک، بیادر زن در تکسی نشانی، بیادر اگر کس چادر نداشته نکنی، بیا و شبکی میرن از ساکره که از سابق بود صاحب منصبها را در خانهشان حمله میکنن میکشن، صبح اعلان میکنن که ما داعش گیر کرده. یعنی به این رقم آقای استانگزای، آقای عبدالا، هر کس دیگه تان که هستین در اینجا نمیشه که ما شرش، شما هیچ شرش نماندین که ما با شما یک جای باشیم. هر دفعه که ما دست دراز میکنیم شما قطع میکنین. یعنی این میال دیگه یک پشتون چی را باید بگیری؟ امو نیکر ما را بگیری بیادر، یک تنبان داریم، امو را بگیری، چی ما را دیگه بگیری؟ خود تمام حکومت در دستان است، تمام حکومت. حالا چیز دیگه نمانده، سر چی باز جنگ میکنین که شما مخدوم عالم گرفتین در سمت شمال علا بندی کنین؟ همین نامردی یک کار بعد است. همین که شما میرین اقه خدا اسلام اسلام میگین، امارت اسلامی، بازم بیادر مسلمان خود رفتی که نه توی ازبک هستی ولی تو اسلحه داری، دیگر روز بر ما بسیار چی میشه. اینه میره برادر، اگه تو پشتون هستی ما یقین دارم که یک تعداد هموطنهای پشتون ما میال گوش میکنین، مره قار شد سرم یک دوام دیگر چی که میکنی. اما میره شو که خو شدی یک چرته که راستی همی ما پشتونا در این مملکت کدام مشکل ایجاد کردیم که از این وقت ترکی و فیزلامین که شروع شده تا این میاله ای جنگش خاتمه نمیفه. همی هر دفعه که شما قدرت هم میگیرین باز مسئله را قومی میسازین، این باز یک دفعه قومی ساختین. طالبت قومی، خلقیت قومی، پرچمیت قومی، شولهیت قومی، اخوانیت، افغان ملتیت، خوبیاز قومی، این چی گپه؟ چی گپه در این مملکت؟ دیگه چی مانده که شما انوزان ما را نمیمانین؟ یعنی مانای چیست که ما باید اسلحه بگیریم، قیام بکنیم، این مملکت را تجزیه کنیم که برادر پشتون ما بتانه زندگی خود بفهمه، همی ما مردم بدبخت مملکت هم بالاخره بتانیم برای خود یک زندگی داشته باشیم. برحال یعنی ما بسیار متاثر میشم، به نهایت متاثر میشم که در مملکت خود میبینم که همی هموطنهای پشتون ما از کتمی هیچ کس اینا رای سازش نمیگیرن، رای صلح نمیگیرن. اینمی چیز به نام صلح در کله پشتون وجود نداره. باز بدید ایست که همی هر دفعه که ما پس میشیم که اینا قدرت میگیرن، دو روز بعد در کله یکی دیگه میزنن، دو روز بعد وش دا غلزه ایده دا مچم درانه ایده دا باز اگر درانه ایگره باز درانه ای دا چک زایده دا مچم چطور ده دا ای زای 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 زای
از این مملکت بهتره که ما را بگوین زای که ما بریم در مملکت یک گوشه که ما بگیریم امی دیگه شما بگیرین که تا این پاکستانی ها که ببینیم که در کجا میرسین تا حال خود دادین کل چیز برای پاکستان. یعنی شما میتونین بگوین نه تاجک خیانت کرده ازبک خیر امی ما خواهین، مگر این سعی کنین که اینمیالیم اینمی جنگ هم اینمیالیم که هست بازم اینمی را شما دامن میزنین، اینمی را میبینی که امی پشتون فامیلی هم از اینمی دفاع میکنه نه از ازبک ها باید بگیریم، نه باید ازبک ها را نکنه بدارا دیگه چیزی نمون. ولی اگه دکلی زن ما چادر مانده باشه امو زن پشتون برو توی دمی کابل سعی کن زن پشتون بیچاره در یک خیمگک پلاستیکی زجر میکشه، اولاد خودش زجر میکشه، قنداریش گرفته تا لالباتیش گرفته تا پکتیاوالش تا کلگیش. اما آنوز هم در اونو بالا او روز ما یک ویدیوگه کمیجه دیدم یک دو تا بچه اکای 3 ساله یا 2 ساله جنگ میکنن، ایت یک کشتیگیری اما تو یک جنگ دارن، هم یکی دیگر یکیش کنش لچه یکی دیگرش تمام داره، همی که کنش لچه چنان یک جنگ همتا قوی میکنه که ایران میمانی و برو بیدارم و کنه تا پد که یک حالت اینمی گفت در افغانستان است. بهتر است که همی هموطنهای ما کم کم یا ایست که ما شما با هم یک راه صلح پیدا کنیم و صلح نمیشه که شما هر کس بزنین که نه تو پختون نه تدا چوکی اداره نشه که ولی چرا؟ وزیر دفاع دستونه و اونه اونه که شما فقط تحصیلات بسیار عالی داره نه نه پاکستان این عمران خان هم میگه پزد او روز انس حقانی هم میگه پزد منطقه به یک طریق دیگر امروز عمران خان اینه میگه پزد عمران خان خوب صحیح راست میگه اینه می حکومت یک حکومت نابکاره اینا کمک کار دارن خیره حالا اگه می کمک میکنین از ام پاکستان هم بیارین بیاز آورده این جنرال های پاکستانی هم یاله هست و اتمی معادن ما را استخراج هم اینا میکنن سرکار هم اینا در اختیار دارن. حالا ما از این دیگه ما نمیفهم چرا میشرمیم که حالا اگه امریکا بگه که حکومت طالبا کمک فنی ضروره داره ما باید اینا را کمک کنیم ده ای هیچ کس قار نمیشه. اگه این دام بگه قار نمیشیم پاکستان که بگه او نه پاکستان ای خواهیم نه ما نفر داریم ما از تو کار نداریم وطن وقت گرفته یک ده 20 سال پیش گپا را میزدی که ده ایجا نمیرسیدیم حالا دست پای بسته مثل که جالی انداختن مایا را گرفتن حالا او مایی که شتنک میزنه ده مابین جالی بر از او فایده نداره یک چند سات بعد او بیاز او ده کرایی میره اونو وقتی که جالی نفتیده بود باید فکر میکردیم. لاین باز است و سایز مال شما میتونین زنگ بزنین. البته دو هفته یک هموطن عزیزم دکتر صاحب عبدالحی کاظمی گفتن که میخواین برای پابرنه های افغانستان کمک بکنن. روی خط هستین دوست عزیزم بفرماین. سلام. سلام دوست عزیزم خوب هستین؟ بله آقای عثمان هستم. آقای عثمان خوشحال هستم بفرماین. ما خوشحال هستم که شما راجع به فدرالیزم گپ میزنید. بله. بله. فدرالیزم is the only solution to our problems. آها. وقتی که ما نو امریکا میخواست افغانستان بره و وزیر انتخاب میکردن برای افغانستان من نظر میبود که باید وقت خود را ضایع نکنیم و فدرالیزم وجود بیاید ولایتهایی که همگی میخواهند جدا باشند پیشرفت کنند ولایتهای دیگه اگه میخواهند که از او یاد بگیرن میتونند که باز پسانتر با او یک جای شوند. اولین نظر منی بود 45 سال است که من خارج از افغانستان هستم اما نظرم از امروز اول همی بود من خوش هستم که این مسئله مطرح شود مردم فکر کنن راجع به ازی و آزادی خود بگیرن. ممالک خارجی به شمول امریکا می خواهند که ما به ایست سنترال گورمنت باشیم به خاطر که تا بتوانند اقوام مختلف کنترل بکنن اما برای مردم افغانستان یگانه راه حل اینمی فدرالیزم است دیگه هیچ راه دیگه وجود نداره وقت خود را ضایع میکنیم اگر راجع به اتحاد اقوام فکر تشکر آقای
به نام سید جوهرشان میگه که در وقت ربانی و مسعود رئیس استخبارات پاکستان در پنجشیر بود، بد میکرد. اگر هر کس جرا داده بد کرده، اگر ربانی داده، مسعود داده، هر کس که داده، اگر مسعود استخبارات پاکستان آورده و اگر می آورد کشتام نمیشد. اگر دو نفر سه نفر کشته شد، مسعود ربانی و آقای چیز، آقای عبدالعلی مزاری. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرماین. بفرماین دوست عزیزم. آقای زلانده میگه که پشتون ازبک هزاره یک افغان. مردم خود افغان نمیگه دوست عزیزم. ما کلگی ما از خود یک مردم هستیم. من تاجک هستم. اگر تو اونو نفر گرفتی زدی در طرف میمنه و دیگر در وجه میزنی، ما دیگر افغان نمیباشیم. ما هر کدام ما از خود میباشیم. روی خط هستیم دوست عزیزم، بفرماین. الو، روی خط هستیم. شما روی خط هستین دوست عزیزم. سلام دوست عزیزم، بفرماین. سلام، میخواستم با آقای عیار صحبت کنم. شفیع عیار هستم، بفرماین. ما صحبت شما را نمیشنویم، بخیر کدام مشکل دارین؟ الو. خب دوست عزیزم، شما صدایتان رفت. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرماین. روی خط هستین دوست عزیزم. الو، روی خط هستین. بله، سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، بفرماین. خوب هستین؟ ما از لندن شما را زحمت میتونم. چند کلمه اسم عزیزیست، چند کلمه از درباره می برادران پشتون ما میخواییم صحبت کنم. بفرماین. اگر برادر گفتنم خوب برازو ها والا جای شرم است که ما اونا را برادر خطاب کنیم، به خاطر دیگه از ما بهتر نخواد این پشتونه کس دیگه بشناسد، به خاطر دیگه من خودم همراه خانم پشتون نرسی کرده بودم، تقریبا 13 سال در یک جا بوده، از خاطر این زبان و ملیت اینمی چطا از ما جدا شد و اینا هیچ وقت چشم دوستی و چشم نداره که کس دیگه را برای خود دوست ببینن، اینا هیچ وقت اصلاح شدنی نیستن. من از برادرای ازبک خود که در میمنه خیستن از آقا خواهش میکنم کمی تظاهرات شده اینمی که قیام کردن بر علیه پشتون، باید همگی بپیوندن بر از آنها، باید همگی دست خدا یکی کنن. این در بار سیوم از میمنه در مقابل پشتون و پشتونزم آواز بلند میشه. یک بار در وقت کرزی بود، بار دوم در وقت اشرف غنی، یعنی بار سوم در وقت طالبا. باید برادران تاجک ازاره همگی دست خدا یکی کند همراه مردم میمنه. میمنه مردم بسیار فامیده و هوشیار از صفات شمال. اگر میمنه را اینا صدایش خاموش کنند، بعد از این نه پنجشیر میمونه نه دیگه ولایت ها میمونه، ای جای نمیمونه. این همه تو اینو پشتون ها را پشتون ها باید خدکوب شده، از مناطق شمال باید پشتون ها را تا همی چوچا مرغش هم باید بکشید، باید کشیده شود. باید ما که در خارج هستیم، خارج از افغانستان زندگی میکنیم، اونا را باید حمایت کنیم. تشکر دوست عزیزم. یکی خو مسئله شخصی تان در این مسئله که شامل کردین خوب نیست، به خاطر از اینکه گفتین من خانم پشتون داشتم باز از هم جدا شدیم سر این مسائل، او نفر زن تاجک هم داشته جدا شده، او نفر زن هزاره، این مسائل مهم نیست. خو هر کس کتی یک از دیگه چی میشه، یک قسمت گپای شما در این قسمت درست است که هموطنهای پشتون ما در اینجا یک مشکل دارن، از میعکتمی هر کدامش که یک جای میشی سواد اوج یک مشکل دیگه پیدا میشه، چون از امی روز اول این مسئله را اینا قومی جور میکنن. این افغانستان نمیتونه کار بده. روی خط هستیم دوست عزیزم. روی خط هستیم دوست عزیزم. بله، سلام علیکم. من میخواستم که دمی باری تاپیک شما رو گپ میزنین که معلومات شما را بگیرم. بفرمایید. امی چند سال میشه که مملکت ما امی آل هست، کلگی ما آل بشت دادار بیشت دو از شاب هستیم.
امی حکومت فدرالیزم هم اگر ما اینجا تشکیل بدهیم نن وطن ما به فکر شما امیال امی طالبایی که آمدن به حساب در پنشیر امو پنشیری ها را کسایش که بوده ما را قرار دادن در جای ازبکا را قرار دادن مثل به اصلاح کمتون امو یک شبیه حکومت فدرالیزم را کم اما حال ما میبینیم که کار نمیده چرا کار نمیبینیم که اگه پشتون نباشه کلشان رو ببرن سوال جواب آخر رو نمو که به اصلاح ما هیچ حق نداریم مثل شما گفتیم این مملکت از ایش نگاه یعنی فدرالی یک سیستم است که هر ولایت برای خود قانون داره حق داره یک نفر از اونمو ولایت میتونه والی باشه چوکیای کلان مربوط از ما میباشه با زین زمان قانون حکومت مرکزی هم میباشه طالبان یک تا جواسیس خود در این منطقه از مردم بومی قرار دادن و امونا را مینا اعتماد نمیتونن حال اونمو نفرا بر ازیا جنگ کردن اون مناطق گرفتن حال اونمونا را فقط به خاطر ازی که مربوط یک قوم دیگه یک لسان دیگه است اینا میخواهند که در از قدرت بکشن بنان ما واقعا باید یک حکومت اصلی فدرالی جور کنیم یا ایکس که مملکت تجزیه شود دیگه کدام را در این مملکت هیچ نمانده 43 سال کار در از اینا در شکم ماست هر روز حال تو چرا طالب ده حال که طالب نمیتانه برحال ما با شما هم عقیده هستیم تشکر ببخشید ما میخواستم اما قدر بگویم که بفکر ما شاید امی حکومت فدرالیزم هم برای ما کار نکن باید امی شما که فرمودین و امی دوست پشتر ما باید تجزیه شویم چرا که دیگر رای حل نیست چرا که در قدر سال کوشش کردیم یک جای با یک مملکت کلگی با مشترکان همه چیز یک اکسان باشه همه گی یک جا آرام زندگی کنم و وقتی که میبینیم نمیشه اینا آخرش نه آخر پس کل چیز را پاکستان نسپارند نگم بفکر من یک تجزیه را یکانه رای حاله ما فکر میکنم که ما مجبور میشیم بالاخره یعنی من یک آدم هستم که خوب میفهم که تجزیه ما را به لقمه های چوچه تبدیل میکنه قرد میشیم یا توسط ایران یا تاجکستان یا ازبکستان یا پاکستان اما ما فکر میکنم که همه هم حالا به نفع ماست اینم یال اگر ما رسمن پاکستان باشیم به نفع ماست اگر رسمن ایران باشیم اگر رسمن تاجکستان ازبکستان هر کس که باشیم بهتره نسبت به ای که با اینمت آدم های قوم پرست ما یک جای باشیم روی خط هستین دوست عزیزم بفرماین سلام آقای ایار از یوستن تکساس به تماس گرفتم خوشحال هستم دوست عزیزم بفرماین ببخشین ما زیاد وقت نمیگیرم این موضوع اشغال بعدی یا قوتای خارجی این کار دارن بیاین یا نبیاین بله. من یک حد میذارم که اگر بیاین اینا باز دوباره افغانستان بگیرن و کمک طالبان امکان داره باز بیاین و باز امکان داره که سرنوشت کشور به دست کیها بسپارن من براتون میگم به یک قوم است و من میفهمین من نام نمیگیرم چرا که یگانه قوم است که میتانه همیشه معامله کنه همیشه در طور تاریخ از شاشجا گرفته تا دیگهش تا هنوز که ما میبینیم بله آقای ایار شما راست میگین یگانه رای حلی است یا تجزیه یا فدرالی ما دیگه رای حل نمیبینیم ما گروگان شدیم از خاطر ازیا برادرهای ما خواهرهای ما مادر ما پاسپورت گرفته نمیتونن ما گروگان هستیم آقای ایار کاملا ما باید کار کنیم که در منطقه خود ازاره باید تاجک نمانه که بیایه به عیسه ولی تاجک باید نمانه ازاره را ازاره باید نمانه پشتونه ازبک نه هر کس مردم خودش در اونم منطقه خودش ولی از خودت رئیس و قماندان از خودت در حکومت مرکزی دو پشتون در چوکی دو پشتون دو تاجک یک ازبک یک ترکمن یک بلوچ یک از تمام مردم دیگه یکی که باز دو تا باز یک یکی باز دو تا باز یک یکی که هر کس نماینده خود داشته باشه و این مملکت به پیش بره این نیست که نمیل طالبا همی هر کدامش که من یک پشتون دیگه است همی هر چوکی را که همیتن بس نه همی یک دوتا یا همی یک بدخشانیست که معاون دوم رئیس الوزرا جور کردن که وام از یک لوده زیادتر نیست و یک دوتای دیگه دستگری دیگه کلگیش پشتون باز اگر اینا میره بمانیم همی ما خود پس کنیم یک ما بعد یک جنگ کلان بین خود پشتونا در میگیره و این دمی 43 سال همه تو بوده اینا خیر ما نیست آقای ایار اگر اینا دایی با داخل افغانستان
جنگای داخلی رو شروع کنم بازم کی میمیره؟ کفار غریب میمیره. کاملا همیاله مرده میره. این همیاله همی مردم افغانستان در کابل یک هفته 8 میلیون نفر از گشنگی زجر میکشه و در حالت مردن است. یعنی ما حتی نمیتونیم بگیم که خواد مرده، یعنی میاله میمره مردم. شما فکر کنین که در مو خنک کابل امروز زن پشتون که تا اولادای خود، زن هزاره، زن تاجک، زن بلوچ، زن ترکمن، زن آمده مهاجر و در خیمگک پلاستیکی که دیگه از بیرون هیچ چیزی را جدا نمیکنه و هیچ سیستمی که برای گرما باشه وجود نداره، حتی یک کمپل ندارن، در اونجا زندگی میکنن. ما مردها افتخار میکنیم که پشتون خود این شمله داده، تاجک خود این رقمی ساخته، همی کلانای ما کلگیش خواهین وطن فروش و هر دفعه هم که چوکی را میگیرن جز خیانت وطن فروشی چیز نمیکنن. بهتر است که جدا شیم یا اولا همی قدرت بگیریم بر همی زنا بتیم، همی مردا بالاخره همی یک 50 سال این مردای در قدرت غرض نگیره، برن همین نوکری در زمین کنن. خدا حاضر است که نمی زن پشتون هم این مملکت هم میسازه، زن هزاره هم، زن ازبک هم، این نمی مردها را اگر شبه که دستایش را بسته کنیم ببریم در زمین های زراعتی که اینا کار کنن، همین زن ها را هیچ غرض نگیرن. خدا حاضر است که نمی زن ها مملکت هم میسازن. راست بگیر، خانم ها امانتکار هستن. راست هنگام سپیددم خروس سحریدانی که چرا همه کند نوحگری تیر شد ببخشن. خب دوستای زم یک دقیقه تلفن نمیگیرم. آقای عبدالحی، دکتر عبدالحی کاظمی هفته پیش برای ما زنگ زد، بعدا من امروزش گپ زدم، گفت ما 10,000 جوره بود کمک میکنم در کابل. البته کابل در دست طالب هاست و ما از این کدام باک نداریم. طالب ها، ما برالای طالب هستیم، برالای خیانت وطن فروشی، اما در قسمت آبادی، در قسمت سیر کردن شکم گرسنه، در قسمت پوشاندن پای برانه در روی یخ، در قسمت یک کالا و اینا، ما با طالب ها همکار هستیم، همگام هستیم و ما همه قیمت ها و اینا را پیدا کردیم و احتمال داره که سر از هفته دیگه همی کمک در افغانستان شود. که طالبا ما میخواهیم که در یک قسمت که ما همکاری کنن. ما یک افغان هستم، برالای طالب هستم، برالای حکومت اسلامی هستم، امارت اسلامی کار نمیتا، قانون اسلامی کار نمیتا، دین قانون نمیتانه باشه. چرا اگر قانون بود باز عسکر و پلیس میه، عسکر و پلیس که آمد دین بزور میشه. در دین جبر و اکراه نیست. وقتی که قانون میسازی در قانون پلیس میه، محکمه میه، دین جبر میشه. در قرآن از نینمی قرآن که دین کار جبر و زور نیست. این حاله وقتی که تو حکومت اسلامی جور کردی قانون میه، قانون اسلامی، قانون که آمد پلیس و قماندان میه، محکمه میه، زندان میه، چی میشه؟ دین زور میشه. اسلام دین زور نیست و ایر خود اسلام در خود قرآن میگه که اکراه در دین نیست، جبر و ستم نیست. ما با این با طالب ها هم نظر نیستم، برالای طالب هستم. اما سر از هفته دیگه ما در کابل برای مردم بوت میتیم که دیدیم که مردم ها پای برهنه. دیگه نفران با ما تماس گرفته، اما دفعه اولشه که آقای دکتر صاحب میتیم، ما خود دکتر صاحب در اموج مستقیم رخ میکنم که خودشان امو پیسرم میتن، همون نفرها را ما برشان میگیریم که همون را روزانه بر مردم تقسیم بکنن. یعنی ما در اکانت خود نمیخوایم پیسه بیاییم. من نمیتانم که بر حکومت امریکا حسابتم که این اقل پیسه آمده اینه ایتا شده توش، یک حسابی زیادیست بر ما. نمیخوایم همی کار کنم. هر کسی را که کمک میکرد باز بعدن به دیگرهایتان میگم که هنوزه کمک نکنین. ما هنوزه هیچ نخواستیم. دکتر صاحب داوطلبانه گفتن، اما قدر خواستم که برای شما بگویم، برای دکتر صاحبم و ای با موچی میره با هم مستقیم رخ میکنم که اینی جایی پیسه را بتین، این نفر ما اینی بوتا را میبره برای مردم تقسیم میکنه، ویدیو میگیره، پس به شما را ای میکنه، یک ریپورت شما هم در برنامه خود میمانیم. که امی راستی بسیار سخته که میبینی که یک زن سه تا اولاد پایکایشان لچ
یک جاکت ندارن، نان خوب بیازم ندارن. یعنی برای ما بسیار سخت است که ما این کارا را کنم. ما همی وقت ندارم که بیایم که حالا که برازی پیسه جمع کنم، برازی پیسه جمع کنم. من نمیتانم به خاطر از اینکه همی وقت ما دیگه برای هیچ چیز نمیمانه. از این خاطر این را برای شما گفتم. جنایت دیگر از سرورستان طالب در لغمان، سه خانم را برکبار بستن. حکومت اسلامی نمی هست. شما ای را مرا دو میزنین که اسلامت نیست، طالبا غلط میکنن. طالبا ما اسلام خواندیم یک ذره، حدیث خواندیم، تاریخ اسلام پیش از اسلام خواندیم، بعد از اسلام خواندیم، تاریخ اسلام ای چور و چپاول تا اروپا را خواندیم، تا افریقا را خواندیم، تا افغانستان، تا چین را خواندیم. ما ایره میفهمم ذره ذره که دین چطور به وجود آمد و چی شد. چشم امید نداریم ز کشت دیگران، دل ما دانه ما، ناله ما ریشه ما. دل ما دانه ما، ناله ما ریشه ما. راستی ما مترست، هر کس برای خود باید که سر پای خود استاد شی، سر بال خود بپری. در دنیا کسایی که میخواین سر پای دیگرا استاد شوند و سر بال دیگرا بپرن و همیشه در روی میخورن. همیشه ما نمونه بسیار خوبش هستیم. ما ثبوت بسیار خوب در دنیا هستیم که کسی که در سر پای دیگرا میدوه و کسی که از بال دیگرا میپره و همیشه در زمین میخورن. حاجت تیر نیست که بزنیشان، خودشان با همی کارشان در زمین میخورن که ما اونمون نفرا هستیم. روی خط هستیم دوست عزیزم، بفرمایید. سلام دوست عزیزم، بفرمایید. مسئله افغانستان امروز یک مسئله بسیار رنج است. بله، زندگی انسان هر تصمیمی که میگه و دل دو بحث شده شد. بله، ایرانی A، ایرانی B. بله، در شرایط امروز افغانستان باید ایران A باید تجزیه شود. بله، تجزیه نشود هیچ امکان را که افغانستان یا آبادی رو ببینه. بله، 300 تا ما انتظار کشیم، فریب خوردیم، الفاظی را که یک الفاظ شدید جابغان از بنده از این حضرت ما گفتن خودتر حضرت ما گفتن همه این بخاطری با پشت جوانه است. جوانه نیستیم، برابر نیستیم، برابر اینه برابر. تجزیه پیران اول و شما باید بفرم که تجزیه نشود باز اون را قبول بکن به فیدرالیزم. در غیر از اون هیچ امکان ندارد. تجزیه پیران اول، فیدرالیزم پیران دوم. اگر دوم نشد و شما قبول بکن فیدرالیزم با وقت تجزیه تجزیه افغانستان امکانش حد باید چهار. در غیر از او ما برادر هستیم، ما پشتون هستیم، ما افغان هستیم. افغان اینه چی؟ افغان اینه گریان، گریه، فیغان، ناله. تشکر، بسیار تشکر. ما اگر باشیم هم برادر، برادرهای بسیار بد هستیم. اما یکان برادر هست نه که ببخشین یک چند دقیقه نمیگیرم، اما یگان بیادر هاست که حق کل بیادر های دیگر هم میخوره. ماجرای عشق و مجگان تا کجا گیرد قرار؟ ما سراسر ابله، عالم سراپا سوزن است. ابله یعنی که یکی ابله آدم لوده رو میگه، ما سراسر ابله یعنی که یکی که اوله میکنه، نه میگه ما سراسر ابله، عالم همگی سوزن است. یعنی که ما اینت یک اوله کردیم و عالم زده میره در اوله ما، در اوله ما. خب ببخشید، روی خط هستین دوست عزیزم. آقای خانم سروی عمر میگن که ابله امو درست است. ولی ابله چی مانا میتونه؟ اونا ابله نشته کرده بودن. روی خط هستین دوست عزیزم، بفرماین. بله آقای عیار، سلام علیکم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرماین. خوب هستین، شکر. تو هستم باز از بلژیک با شما تماس میگیرم، اما امروز دوست دارم با گفای متفاوت در کنار شما استاد جان. بفرماین. در قسمت اول میخوایم در نام و مهندفه یکیم بچه راستگوی بانم در برنامه شما. بسیار خوب. یک سری چیزا را میخوام از تل یتیما بشنوه شما. بله، شما فامیده ها. بله، صحیح است؟ بفرمایید.
از یک شیطان میگه یک فرشته میسازه و از یک فرشته یک شیطان. بسیار خوب. البته که میگه شیطان هم اگه برش احترام بگذاری خودش یک فرشته است. بله. یه امیر تسلوم میگه از یک خواننده بزرگ ایرانی است که خودم برش بسیار احترام قائلم. بسیار خوب. چون رنج کشیده است مثل من. دیگه در قسمت اول من میخوایم خودت برای ما احترام روانی که برای یتیما میمانند یعنی از این لحاظ برای ما اجازه گردادم بکی تا ما گرد بزنم. خب باز شما اینم یک چیز شما بینندای عزیزم بفهمین، وقتی که در این جمعه این یک تعداد بسیار آدم های فامیده هستین ایره ما قبول دارم، مگه در اینجا بفهمین که امی مردم که در اینجا گوش میکنه اینا وقت معدود به شما میتن، من اینجا میخوانم کامنتاره اینا وقتی که میاین 5 دقیقه شما در اینجا گپ میزنین پیش از اینکه گپ اصلتانه بزنین از ما توقع نکنین که ما به شما زیاد وقت بتم، این حاجت نبود. بفرمایید. اینا به شما که بزرگ هستین وقتی میبینیم که به جایی نمیرسیم در این داخل کاری پس من ناچار هستم من یتیم بچه صدای ما بکشم که صدا از دل یتیما صدا از دل کوهای پنشیر و شکل هست صدا از افغانستان هست صدا صدایی هستم که تمامی رنجار کشیده تا اینجا آمده صدای ناکی مردم که هیچ کدام حقیقت نمیگن فایده ای نداره. در قسمت اول آقای ارزو داد که آشیه نبرم تو رو سر اصل مطلب در قسمت اول آقای یار خودت به حد قبول داری؟ خب شما قابل از این نیست که من دیگه شما را اجازه بدم. اولی که آمده این که من یتیم بچه رازگوی هستم، در می سن سال شما یتیم بچه رازگوی، من پدر و مادر ندارم، من یتیم نیستم. تا یک سن خاص است که شما میتونین یتیم بچه باشین، اگه 8 ساله هستین، 10 ساله هستین، 12 در 50 سالگی کسی یتیم بچه نمی باشه. دوم دیگه بسیار آشیا میریم، سوم دیگه گپایتان بیخی از ما سوال نکو، موضوعی تا بگو که ما کلگی ما بفهمه کدام چیز قابل تبصره بود، ما برای تمور وقت میتونم روی خط هستین دوست عزیزم. سلام دوست عزیزم، خوب هستین؟ بفرماین. دوست عزیزم همی صدای شما اصلا شنیده نمیشه. ما بسیار از شما معذرت میخوایم، ما گپ شما را نمیشنم و مردم دیگام نیاز نون شکده بیدل از شپره کیفیت خورشید ما پرس، حق نهان نیست ولی خیره نگاهان کورند. ای بسیار یک بایت زیباسی یک سرمشق زندگیم بوده، ای را ما شاید از صنف 9 و 10 مکتب ای را همیشه تکرار کردیم که بیدل از شپره کیفیت خورشید ما پرس. شپره آفتاب دیده نمیتانه، کور میشده نور، از امی خاطر در شب میاید، شب پره در شب میپره که آفتاب نور دیده نمیتانه. میگه بیدل از شب پره کیفیت خورشید ما پرسون، چشمکوری داره در مقابل نور، کیفیت آفتاب او چی میفهمه که تو از شب پره پرسان کنی که راجع به کیفیت آفتاب گبده؟ ولی آفتاب حق است. بیدل از شب پره کیفیت خورشید ما پرس، حق نهان نیست، آفتاب نهان نیست ولی خیره نگاهان کورند. ما مردم افغانستان نافهمیده مسلمان شدیم. شما مردم افغانستان نه، مردم عرب هم متره کاملا. شما اگر برین مردم عرب خیلتان که عربی ها داره اونا میفهمن نه، یک سرگنسک هستن در دنیا کسی. اگر مردم اسلام هم میفهمید، در می ده سال این یک آدم ها که مثل من از روی کوچه آمدم همی اسلام رو تشریح کردم، همی وقتهای اول 2-3 سال 4 سال اول قمولا میدوی دینه متو کار کدامش ثبوت کنم مرا غلط یا خبر نداشتن که اسلام چی است. از قرآن نمیفهمیدن. ما که دفعه اول آمدم گفتم که رسول الله مبارک مؤمن کامل نبود، شک داشت بر
بسط خود با قرآنی که برش رایی شده بود شک داشت. یگال سر ما شد، یگال شد کتابه، یک صد ملامت. ما از روی قرآن بر از یه آیات کشتم، از جمله سوره یونس آیه 94 میگه هر آی نهی پیغمبر اگه با آنچه ما برات فرستادیم شک داری، برو از کسایی که قبل از تو کتاب الهی را فرستاده بودیم پرسان کو چی خداوند رایی کرده بود. قرآن با بسط برای پیغمبر داده بود، میگه از آنچه ما اگر از آنچه ما برایت فرستادیم شک داری، خداوند خو گپای ناقی نمیزنه. بنان رسول الله شک داشت میکند. خب ببخشید شعر دیگه تیر شد. ازبک ها خرمان شعر کشور ما، مردم میمنه سعیسه، مردمی که میخیزه ما کل. اگه ما توقع آغاز جنگ از پنشیر داشتیم، اگرم از میمنه خیست، از فاریاب خیست، و ای قیام ما بارها گفتم که از پنشیر دیگه نباید شروع شد. پنشیر در چهار طرف محاصره است، امیال رای نانشان بس است، رای اوشان. از این خاطر بهتر است که این قیام با یک قایده وسیع بلند شد. آقای خان میگه ما او هفته طور توهین کردن و دفاع کردن، مرا بلاک کردی. ما ایش وقت خودت آقای خان بلاک نکردیم. اگر بلاک شدی بفهمی که یک گپ بسیار چتیره، او رام تکرار. مثلا نفر من دو میزنه، ما او جا میبینم دو زد، باز ما او را بلاک نمیکنم. اینه ول سیکو امیر خان یک گپ تکرار کرده میری، نکوی نمیره. بازی نمی کسی که اگر تو تکرار مرا گفته بودی که چه آدم خوب هستی، چه آدم خوب هستی، بالاخره من تو را بلاک میکنم. چون یک دفعه گفتی، دو دفعه اونمو بسه، اما تکرار که گفته بودی ما مجبور هستم تو را بلاک کنم. اینه گفته میری، ما میخوانم کامنت هایتان. آگنده شد زخون عزیزان زمین تو، ای سرزمین من به خدا آفرین تو، به خدا آفرین تو. من نمیفهم که در این آفرینی بتیم یا نه، که از خون خود ما، مردم ما، از خون مردم ما زمین ما سرخ شده. آفرینی منم افهم که چطور بتیم، و اگر نتیم چرا نتیم. خب ببخشین یکان دفعه تلفن چی میشه، تلفن هم قار میشه. یک دقیقه دو سایزم تلفن که چند دقیقه نمیگیرم بخیرم جمع میکنم تا زیاد چی میشه. به توجهی هر کس قار میسازه. دوست ما پیشتر گفت که اگر به شیطان احترام کنی شیطان ملک میتانه شوه. خب ببخشین یک کمک وقت میگیره. وقت هم از طریق فیسبوک بکنم میتانستم. از کشاکش های موج بحر ما، از کشاکش های موج بحر ماهی ایمن است، ز انقلاب غم چه پروا مردم ناکام را. اما ما خانه و دوشیم، غم سیلاب نداریم. اینمی تلفن ما یک مشکل داره. سید یاسین حسینی، شما میتونین که اشعار را که نوشته میکنین حال من میتونم بخونم تا سلام علیکم برادر عزیز عیار صاحب، من خود تو را با خدا مثل شیطان میبینم. آقای سکندری، من نمیفهم که شیطان چی رقمه، چون من در خانم شیطان ندارم، در بیرونم من همیشه کت آدم های خوب بودیم. اینا کدام آینه در خانه دارن، یا کت کسای هستند که یا از چیره به شیطان میمانند، یا از گپا یک چیزه، یا میشناسن شیطان. ما نمیشناسیم شیطانه. خطاب به طالبو برادر، شما که میگین که ما حکومت میکنه مردم کشور را تیر شد ببخشین. قوم متفکرند از اندر ره دین، قوم بگمان فتاده در راه یقین. ترسم نه ای را باز دومش درست نشته که ناگا صدا براید ز بیرون که ترسم. قوم متفکرند اندر ره دین، قوم بگمان فتادند در راه یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزه، کی به خبران را نه آن است نه این. امو تکی سیوم درست نشته نکده بودین. این در شهر کوران حداقل حرارت آفتاب را احساس کردن. خودت سیل که همی رقم است.
خودت سعی کن امیر خمس ما چی را سعی کنم. جواد ناصر سلام 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 آقای محمدی، خودش شیطان است آقای ایار آقا را میگه سلام خوبی. اسلام در افغانستان زبان و فرهنگ پارسی را حرام میداند، اما ترامه است. ای به خون مردمان آلوده دامان شما، بتر از دوران چنگیز است دوران شما. به طالبا میگه جناب ایار خوب کاکا آدم خواستی هستم. جناب ایار کامنت های مردم های لوده را لطفا نخوانین. اصلا از امون لوده را میخوانم که باز نگویند که کامنت های ما را نخوندی. به مردم امون دوست ما گفت که به شیطان هم که احترام کنی باز میتونه به طرف ملک شدن پیش بره. امیدوار هستم که اینا هم به امون طرف پیش برن. امون کدام نفر خرم آچ میکرد. کدام نفر دید گفت او بیدر چی میکنی؟ خرم آچ میکنی؟ بازو گفت که آ خرم آچ میکنی. میگه خر ماچه چی میفهمم؟ بازو میگه میگه ما آخو همو انسانیت خودم میکنی. ای که او میفهمه یا نمیفهمه دل خودش ره. ما همو انسانیت خودم میکنیم. دو میزنی دوتا میخوانم، تعریف میکنی تعریف. و راستی اگه بگوین دوتان زیادتر میخوانم که شما فکر نکنین که خیمه از دو شما میترسم. سلام علیکم آقای یار، سلام آقای کوچی زاده میگن، صادق محمدی سلام علیکم، سلام شاغل ایار صاحب، استلی مرشی پخیر اغلاس، واقعا استاسو بیان بیانون ده منطق اوقی. آقای خان میگه تشکر از ای که شما ای گپ زدین. دایم وقت را گفتی کس گوش نمیکنه، میکنن میکنن، هنوز زیاد نفر نه. زان خان را معنی کنم برای تان. خان کلمه از مغولی ها بود برای نفرای سرلشکرهایشان، اما آیستا آیستا مردم های منطقه وقتی که اونا قوی شدن و مناطق تسخیر کردن باز آیستا آیستا چی شدن، اما قدرت گرفتن و چی شدن. در تلفنم کدام مشکل است، همیال تماس گرفتن کمپانی تلفونه که چرا ترکایی شد. برنامه را شریک کنین. حالا ما از روی کامنت های شما چی میکنم. ایار صاحب هر روز به خاطر شما فیسبوک را باز میکنن. یک یادتان ما میفهم که مشکلات دارین، فیسبوک تان را بسته میکنن، براتان مشکلات جور میکنن، کتان جنگ میکنن. باید که استاد شین، یعنی ما پیش روی چشمتان یک نفر در میدان ساد استم. یک روز نشد که روی ما دور بتم بگروزم. اگه شما فکر میکنین که من مانده نمیشم، مانده میشم. اگه شما فکر میکنین که جان خدا خوش ندارم، نه جان خودم خوش دارم. شما فکر میکنین که فامیل ندارم، دارم. رجبی صاحب نشان میکنه درود به دکتر. کسایی که مرا دکتر میگه اتمی از رفیقای زندانم باید باشه، یا یگان از ناقیام میگن. چون در زندان محصل طب بودم، به نام دکتر شفی مشهور بودم. آقای ایار علاودین چه معنی دارد؟ علاودین نام است، اما علا به عین از بزرگی گرفته شده، یعنی عالی مرتبه در مقام دین. جناب ایار بفرمایید که اصلا از کدام ولایت هستین؟ از کابل هستم، از پغمان، قول سیدا. سلام آقای ایار، که یک یورش مردمی به وجود نیاید هرگز، تغییرات بدون شک. اما ما باید که جنبش مردمی بدون تفکر به وجود نیاریم. باید که مردم خدا انسجام بتیم، عقل و منطق برشان بتیم، یک آینده نگری بتیم. بدون درس، بدون مکتب، بدون ساینس، بدون تکنولوژی و بدون داشتن قانون ما در جای نمیرسیم. ما تلفن استفاده میکنیم، کامپیوتر استفاده میکنیم، دیگر چیزای غرب استفاده میکنیم. شما ای را بفهمین که قانونشان هم این همه تا قانون است. نه اینترنت ما نمیخوایم که از بین بره. ای قاضی شهر از تو پرکارتریم، با این همه وستی زد هوشیارتریم. تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خون خارتریم.
شما گران قدر یک آدم ملی هستین، مرا اگر به گلوله بستید مادرم را نکشید، مرد باشید عزت و خواهرم را نکشید. ایار از خداوند نگهدارت، موفق باشی. لطفا درباره کهکشان ها گپ بزن. ما در زمین مردیم، هنوز از زمین نفهمیدیم، هنوز از خود نفهمیدیم که کی هستیم، چی هستیم، خدا ما کی هست، مسئولیت ما در مقابل خدا چی هست، مسئولیت خدا در مقابل ما چی هست. کلگی ما یک آدمای مخشوش هستیم. بنان از کهکشان، در کهکشان هیچ باید نریم، دمیجه باشیم. سلام دکتر جان، من تیر شد ببخشین. سلام ایار، اگر موی میکاری من خوب یک دکتر رکاشت موی رفیقم است. او دکتر و شما مبارک باشه، از ما موی تیر شده. جناب ایار صاحب، ایار صاحب از کدام نامه به ملل متحد روان شد؟ آقای سکندری، آقای چی میگن، شاه رضا، ببخشین، نامه به ملل متحد اصلا. اگر ما اینقدر ساده باشیم که نوزم فکر کنیم نامه به ملل متحد فایده میکنه، با این کانگرسمن های امریکایی ها چه اصلا در کلید نگردان، 20 سال اینا در افغانستان پیش چشم بود. در تقلبات انتخاباتی دوره اول غنی ملل متحد مستقیما دست داشت، مثل که طالبا برش ریاست جمهوری را گرفتن، اونا هم دست داشتن. حیف که جنبش های مردمی بدون رهبری خاموش میشه کاملا. نمطره با خدا قسم، اینا مردم خوب نیست، افغان هستن نه افغان. افسوس، تعصب حرام است، بدون شک تعصب حرام است. جالب دیست که ما دمی 43 سال جمهوری خراسان، رئیس جمهور شفیع عیار، از علم عیار عزیز بیاموز، خب گفتن یعنی از موش پشت موش نگرد، از علم شاد بگی راسم میگن. آقای میرویس میگه موفق باشی عیار صاحب، کاملا گپ های حقیقت میزنی. بصیر بیگ میگه سخن یکی از بزرگان است که میگه بزرگترین چیزی که آموختیم، ببخشین تیر شد. موفق باشی عیار صاحب، کاملا حقیقت گپ میزنی. مرادی میگن آقای میرویس از حقیقت گپ میزنی. سلام خوبی آقای عبدالله میگه شکر خوب هستم دوست عزیزم. امید نیران میگه یک قلب سرخ برم رایی کردن به خاطر که از دست این ملاحظ روز خوشی ندیدم. آقای پنشیری میگه نیار صاحب کلیتو موی برمیزنی یا پل ماشین؟ نه ماشین نمی کنم، ما کت پل شیف میکنم سر ما. سلام موفق باشید. اما تا ده یک دقیقه بوم 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 یک آدم دیگه همه برای ایار صاحب در باره احمد شام مسعود چی میدانی؟ میشه کم شرح کنی را؟ سالا ماهی جنگ کردیم، کاش رئیس جمهور افغانستان میبودی. مرتضی مرادی میگن خراسان بزرگ زنده میشود. خاکسار بدخشی میگن سلام دکتر صاحب. آقای یوسف خان میگن صحبت های کاملا دقیق ایار صاحب. ما حالا که خیلی تلفنم نیست، اجازه بتین که یک چند دقیقه یوتیوب برم، از یوتیوب بخوانم شما را، کامنت هایتان را. خب تاجدار موجه یک عکس خوک و گو و دگه و دگه را زدن، نکنین نمی کار. چون نیز هر چه هست جز باد به دست، چون هست به هر چه هست، ببخشین تیر شده. دوست ما خنده میکنن ایار عزیز خدایارت. آقای فهیم میگن، فهیم سلطانی، غنی گنده سکته کرده. آقای وایس میگن باشین که از پایین بخونم که تیسیس تیر نشه. مرگ طالب، زنده باشین شما مردم پنشیر. سلام ایار عزیز. آقای احمد فرهاد میگن سلام. آقای ایار عبدالحق میگن زنده باد. سلام کاکا ایار. سلامون آقای ایار عزیز. باور میگن. تاجدار میگن چون نیز هر چه هست جز باد بده است، چون هست به ایره کنده نوشته کنین، با یکی دیگه چسبیده کلمات.
عیار گرامی، ما شما را دوست داریم. بسیار تشکر عیار عزیز، بسیار دوستتان دارم. افغان جان میگه تشکر. ما شما که شما که من را میگین و دوستان دارم، آتما میگن چند سال هستی؟ زیاد از سال تیر شدیم. شما که میگین من دوست دارم، این را بفهمین که شما را من که دوست دارم که 43 سال من دمی خط قربانی استاد استم، گردنم در روی تیغ خدا آزر است، خداوند آزر است که از 19 سالگی، از 17 سالگی که من شروع کردم، من در 19 سالگی بر دو نیم ماه یا سه ماه شکنجه می شدم در زندان پلچرخی. اونجا اتاق آقای نجیب بود، ما در ایست شکنجه می شدیم. من پیش خداوند دعا می کردم که خدای جان ما بگی در زیر شکنجه. اینقدر سخت بود. یعنی کسایتان که شکنجه نشدین درک نمیتونین، اما کسایتان که شکنجه شدین میفهمین که سه ماه شکنجه چی معنا داره. یعنی من جان ما میگفتم خدای بگی، نمی بزرگترین دعای ما بود پیش خداوند. اما ما اونمو وقتام یک نفر را دگیر ندادم. یک روز در پنج سال در زندان که بودم، خودم خم نکدم پیش یک کسی که باش که گردن شما خم نشه. من فکر میکردم که من نمایندگی میکنم از جنگ مردم افغانستان در اونمو سن سال. بنابراین ما وظیفه داشتم که گردن تو در یک جای خم نشه، تو در سر من نشرمی، که تو را یک کس نگوی که شفیع رهنت یک آدم بود. خدا حاضر است که دمی در اون دنیا که ما برم، ام یه هر چیز میتونن در سر من می، خداوند میتونه بگه بیا شفیع، چرا این کار که چرا. اما در قسمت مردم افغانستان و افغانستان همی یه چیز نیست که خداوند با ما بگه که تو چرا این کار بده کردی یا این کار خوب نکردی. هر چی که میتونستم بدون از اینکه به زندگی خود فامیلم هیچ چیز با ما مو کماربازا کمسایی که میزنه که میگه یک دو، ما از 19 سالگی یا 10 سالگی تا به میاله همون یک دو بر از اون مملکت کردیم. یعنی ما شما را بسیار دوست دارم. آقای یار، آیا عشق حرام است؟ نه. تو چی آدم هست؟ خدا بیامرزد احمد شاه مسعود را، راستی آدم خوب بود احمد شاه مسعود. عیار بزرگوار، خداوند عمر طولانی برات نصیب کنه. آقای افغان جان میگه تشکر. اسلام بزرگترین اشتباه تاریخ. زکیه میگه خانم زکیه نام آخرتان نتانستم. آیا عشقنگ حرام است؟ نه، حرام نیست. خداوند ما را با عشق آفریده. تاجدین این ما شما را ایجا بلاک میکنم به خاطر از این که خودت امی کارک میکنی که امی پیهم عکسای گو اینا را روی میکنی، یک کار اخلاقی نیست. این ما تو را از چنل خود چی کردم به خاطر از این که تو که امروز صبح خویستی ما چون کتکی بودی کی را دیدی چی کردی، اینم کلش عکس گو امی کار خوب نیست. میتونی یک بار بمانی، ما او را پس نمیکنم. میگم خیر، امی عقش هستم و گور دیدم و گور میمانه، ما او را به حیث کامنت خودت قبول میکنیم. ایار صاحب میگویند غنی سکته کرده. غنی اگر سکته کرده ما بسیار جگرخون میشم. ما غنی را میخوایم محاکمه شوه، غنی را میخوایم در گوشه زندان بفته و تاوان بته. مرگ به طالب کثیف. مایک راگل قلب ها فرستادن. آقای ایار امروز به چی معلوم میشی؟ ایار صاحب میگوین غنی سکته کرده. ما تا حالا نشنیده، ما فکر کردم که شما مزاق میکنین، اما میبینم که اکتیازتان میگین. آقای شفیع، چرا درباره تجزیه افغانستان صحبت نمیکنی؟ ما فکر میکنم که تجزیه ما رو به لقمگک های خرد تبدیل میکنه، خورده میشیم، گم میشیم. اما با همی کاری که طالبا و همی هموطنهای پشتون ما کده رایی است، دیگر رای نمیمانه جز از اینکه تجزیه شویم، جز تجزیه رای نمیمانن. آلینمی طالبا کل حکومت گرفتن، چی را نگرفتی؟ من پیشتر گفتم غیر همی بند ایزار ما را که نگرفتی و که تنبان ما، دیگر کلی چیز را گرفتین. بس نیست همه قدر، دیگر چی را میخواین که بگیرین؟ اما با وجود که کل چیز را گرفتین، کابل از گداییگر و گرس نپاره. زن پشتون برو در زیر خیما بیبی که تا پنج تا اولاد، سه تا اولاد، چهار تا اولاد پاهای برانه بدون نان، تو اونه موجه شتک گیریت میه. زن هزاره، زن تاجک، زن از کل مردم. حالا اینمی هم آمدن حکومت اسلامی جور میکنن، حالا آمدن که مالیات بتین.
پیسر امریکا بند انداخته. آخه اگر دلیل زندان رفتن چی بودی؟ را بارها گفتیم. نصرالله 124 شهر نفهمیدم. آخه ایار وقت خودت شخصا ازبک و هزاره را کم میشماری؟ کم من نمیشمارم. فکر کو که بیادر گل امی تاجک 2% مردمه، هزارام 2% ازبکام، مانایش که ما حق نداریم. دینمی امریکا امی اوباما که رئیس جمهور شد چند فیصد مردم است؟ در اینجا مردم به فیصدی حساب نمیشن، مردم به هوشیاری، انسانیت و تجربه حساب میشن. در افغانستان به پشتون، ازبک، هزاره و تاجک حساب میشن. اگر ما یک تاجک باشم، یگانه تاجک در افغانستان، او افغانستان یک مملکت خوب نمی باشه که مرا منعیس یک آدم هوشیار بگوی نه تو تاجک هستی، یک دان هستی، تو را مایت نمیمانیم. یک پشتون لوده بیا تو در ایجه باش وطن تباک، اما تاجک تو یک دان هستی نمیمانیم. این همی خاطره که وطن خرابه که ما هنوز فیصدی حساب میکنیم. پشتون ها گای خوده 30% میگن، گای 50%، حالا گپشان شاید در 99% رسیده باشه. هر چیز گرفته میرن. اگر هر فیصدی که هست، این میل 99% قدرت یاد دارن. انوزم هزاره را در یک جای میزنن، ازبک در اوجه، او را در اوجه. ایار صاحب، پشتون ها دیگر از مهاجران میگن که خب منظورشان است که پشتون ها ما را مهاجر میگن. پشتون ها امی افغانستان، امی سرزمین هایی که ما زندگی میکنیم، یا خب برای عبد از ما نبوده. فکر کن من تاجک 5000 سال پیش آمدیم، اوی پشتون فکر کن 10000 سال پیش آمده یا 1000 سال پیش، اوی هزاره شاید 10000 سال پیش آمده یا 5000 سال پیش. ما مهاجر هستیم، کلگی ما، کل دنیا مهاجره. ما نمیتونیم که یکی دیگر با نام مهاجر و غیره و غیره توهین بکنیم. پشتون مهاجره، ما مهاجره، سمو مهاجره، او مهاجره، برای عبد همی مملکت ها از ما نیست. یک 500 سال بعد، 1000 سال بعد، 2000، 5000 سال بعد این مملکت ها تبدیل میشه، مردم های دیگه میه، مردم ها مکس میشه، خلاص. باید بشرمیم که افغان هستیم. ایار جان سلام، که میمان ما میشوی، که میمان ما میشوی در لس آنجلس هر وقت که بیایم دوست عزیزم. آقای اسد رحیمی، ایار گرامی، شما درباره غنی خوب رو کردی. ما غنی را حتی شناخته بودم 10 سال پیش. آفرین ما که ما آمدم گفتم او مردم، اگر غنی رئیس جمهور شد، پسترین رئیس جمهور در تاریخ افغانستان می باشه. آقای دوپرال میگن ما تنها در او جغرافی ها پیدا شدیم. راستی ها میگه یک جغرافی هاییست که ما تصادفی در موجه تولد شدیم. پدرهای ما، پدرکلانهای ما 500 سال بعد که بری بی مملکت بیایی، او پشتون، او تاجک و اینا یا مکس شدن یا مردم های دیگه آمده، یک چیزی شده که تو چی. اگر 1000 سال پیش سر بری در افغانستان، یه این مردم ها با می این شیوه نبودن. آقای هر درود بر شما. اگر افغانستان تجزیه شود و مناطق شمالی با تاجکستان یک جای شد، بدون شک ما برای شما میگم، ما شما یک چیز را ناقی ما کم گرفتیم. نه وطن ما این ما شما هنده نگرفتیم. 20 بار تنها سلطان محمود غزنوی هنده تسخیر کرد. احمد شاه بابا که نادر افشار که او که مغلا که بابوری ها که اینا، امی هنده چند دفعه ما گرفتیم. در او وقت افتخار ما چی بود؟ والا زنای چی را آوردک احمد شاه بابا، دخترای هنده آوردک در افغانستان. والا سلطان محمود غزنوی این قتلا دوزی کرده بود از هند که آمد برای شاعرهای خود دیگدان طلا و نقره داده بود که سنایی ازیداش، که فردوسی ازیداش. چی چیزهای ما افتخار میکنیم؟ نمیکنیم. امی سلطان محمود یک دز بود. ایره خوب یک ما بر شما میگم، ایره خوب یک گبز گوش کنین. ما امیال در یوتیوب هم اصلا میخوانم. در دنیا اگر ببینین یک آدم که یک 10 نفر طرفدار داره، در خانه میره دوزی میکنه، ایره چی میگم؟ دز. بازی دز و دالمار کلان میشه، یک 10000 نفر پیدا میکنه، باز بسته شارها را دوزی میکنه.
باز دیگه کلمه دو زبه استفاده نمی کنیم، یا خان میگیمش یا کاکا یا یک بادار یک چیز دیگه میگیم. باز ای اگر دالماری زیاد شد یک دو سی صد هزار پنج صد هزار نفر مثل سلطان محمود پیدا کرد، باز رفته و جره گرفته و مملکت او چور انداخت، باز او را جهانگشا میگیم، باز به او احترام میکنیم. او وقتی که ده نفر داشت عین کار میکرد، او را دز میگفتیم. او وقتی که به اندازه سلطان محمود کلان شد که بسته مملکت ها را دوزی میکرد، باز او وقت چی میگیم؟ جهانگشای بزرگ. ما اگر سعی کنیم، محمود دز بود، احمد شاه دز بود، نادر افشار دز بود، چنگیز دز بود، بابوری ها دز بودن، البته اولاده مغول و بابوری هایی که باز در اند حکومت جور کنن اولاده از یا سبب پیشرفت و تمدن و ترقی شدن، باز یا دز نبود، از یا بسیار چیزهای خوب در دنیا به جای ماند، از جمله در آگره تاج محل و بسیار چیزهای دیگه. و از جمله شما اگه سعی کنیم لسان دری فارسی تاجیکی را اینمینا به اوجش رساندن، امو بیدل که میگه دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم، ای را مردم کم درک میتانه که بیدل کی گپ میزنه، ای لاف نیست، بیدل واقعا دست سخن گرفتم و بر آسمان شدم. اما طوری که ما امروز تیاره ساختیم، اقمار مصنوعی ساختیم و در آسمان شدیم، بیدل سطح ادبیاتش، هنرش در گپ زدن، صنعت زبانش به اونمو اندازه بود، فلسفهش دمو اندازه بود که واقعا دست سخن گرفته بود و بر آسمان شده بود. و ای از برکت اونمو مغولی ها و بابوری ها و کسایی که دهن چی کردن، البته فرهنگ زیبای هندستان همچنان. پشتون ها در چطورکایی از تاریخ عجیر شدن. ای گپ امی افغانستان کس یک معبر است، یک برگاست. ما و شما بسیار افتخار میکنیم که ما چنگیز زدیم و ما اسکندر زدیم و ما انگلیس زدیم و ما روس زدیم و ما امریکا را. ما در واقع هیچ کس نزدیم. از امی را از شرق به طرف شمال و غرب رفتن، از غرب به طرف جنوب و شرق رفتن لشکرهای بزرگ و در سر را ما را هم گرفتن. وقتی که رفتن یک چک چک زدیمشانه. روسا را ما نزدیم، امریکا را ما نکشیدیم، اسکندر را ما نکشیدیم. اسکندر بعد از مردنش هم یک سپاه بزرگش دیم افغانستان ماند، همیال یک همی خون مردم افغانستان یک قسمتش از عسکرای اسکندر هست. در همی رقم از مغل یک خون پاک در افغانستان وجود نداره که بگویم چی خونه که بیخی صاف پشتون باشه، صاف تاجک، صاف ازبک، صاف هزاره. مادرای از زیر اونا گرفته، زنای از اونا گرفته، هر کس که یک لشکر پیروز شده زنای یکی دیگر چور انداختنی. در افغانستان نه، در ایران هم میرقم، در تاجکستان، در ازبکستان، در ترکمنستان، اما تکبری اینمی عربا یا آمدن زنای مردم دنیا را گرفتن. بعد از ای که ضعیف شدن ترکا بر چند صد سال زنای از یار چور منداخت. مردم پرشیا اینمی ایرانی و افغان و دیگر و دیگر دیجه قدرت پیدا کردن. مردم چیز تاجکستان و ازبکستان زن عرب چور شد. ای عرب که حال تو در عربستان میبینی در تمام مدلیز شرق میانه، یا خون از او عرب دوره محمد ندارن، یا خون از یا خون ایرانی، افغان، تاجک، مردم ازبک، مردم ترک، مردم حتی از اروپایی ها که اینمینا را تسخیر کردن زنها از یار اونا چور انداخت. در دنیا هیچ خون چی وجود نداره. ولکن برادر مردم چطور طالب شد؟ طالب شد اونمو به نام خدا و رسول بردن، یتیم بچاره یک شکم نان دادن و گفتن خدا برد گفته که بزن، خدا برد گفته که بکش. اونا نال تفنگ داره، 20 سال 30 سال 40 سال پیش یاره برد، حال اونمو کسی کنی 90% از اونمو یتیم خانه آمده. آقای حیات جبهه مقاومت سربازگیری داره، امیدوار استم که داشته باشن. آقای رحیمی میگه امیدوار استم که نگفتن امانه که نمی جبه مقاومت یک کلمه دوزی شده است. حالا شما سعی کنید، ما کلگی ما علا پنشیر مقاومت از میمنه و فاریاب خیست، اما یا اینمی را نگرفتن که ما جبه مقاومت هستیم. جبه مقاومت وجود نداره. کسایی که این نام گرفتن یک
دستبرد کردن جبه مقاومت ماستیم. جبه مقاومت اگر می بودین می جنگ فاریاب با اونا هم برامیتان سن پرتن، اما سعی کنون در فاریاب جنگ شد کلگی ما در فکر که علا جبه مقاومت، جبه مقاومت آرام بود و چه ده که در جنگ از جا شروع شد. سلامت و سربلند باشی آقای ایار. آقای داود امیری میگن ما بسیار خوشحال هستم دوستای عزیز گلم که شما را دارم، چند دقیقه در فیسبوک دیگه میرم در شفه ارتده در اوجام یک تعداد کامنت های شما را میخوانم. تلفونم چی شد آقای ایار؟ سلام با شما. به نظر من یگانه رای افغانستان تجزیه است. آقای سیغانی شگنانی میگن وسیل ما افغان ها فعلا در عصر این زمان پیشرفته چی هستیم که در آن زمان می بودیم؟ میگه ما در عصر پیشرفته چی هستیم که در او وقت می بودیم؟ هیچ چیز راستی هم آقای اما ای را برتان بگویم که اگر اسلام نمی آمد و ای چپاول نمی آمد و ای که علی نمی قرآن علم است و قرآن علم است تمام کتاب ها را پشت سر نمی زدن، ما شما بسیار ممالک پیشرفته دنیا می بودیم. شما اگر سعی کنین که در کدام زمان ابو ریحان البیرونی در ایجا بود. احوال من مپرس که با صد هزار درد می بایدم به درد دل دیگران رسید. آقای عبیب صاحب میگه احوال من مپرس که با صد هزار درد می بایدم به درد دل دیگران رسید. میگه من خودم از درد دل خود می مرم، اما وضعی مملکت من خرابه که ما باید دینمی دردی که دارم به درد دل دیگران برسم. واقعا نمترسته. جبهه مقاومت از زمان احمد شاه مسعود در برابر طالب به وجود آمد. این درست است. گوهر شبچراغ در گردن خر. کاش که حداقل امیره می داشتیم که گوهر شبچراغ در گردن خر می داشتیم که پوشتم و گوهر شبچراغ حداقل می رفتیم. میگن غنی بیت کوین فروشی را انداخته. بیت کوین فروشی را انداخته. من نفهمیدم آن از راقه هر سال نو را چطور پیش بینی میکنید برای افغانستان؟ این چیز یک خمیر چونگی پیش بیش نیستم، یک خمیر چونگی بیش نیستم. آقای احمد میگه کسایی که خود پایین میگیرن کسایی که بالاتر میباشن. آقای ایار این وطن تا 100 سال دیگر ساخته نمیشود. اگه با می ترتیب پیش بریم ساخته نمیشه، تجزیه میشیم، جزء ممالک دیگه میشیم و به نفع ماست. تشکر آقای ایار از زحمات شما. امیر عجام، امیر عجم میگه سلام آقای ایار، زنده و سلامت باشی. رامین عزیز فدرالی شدن مسیر طولانی و پرچالش است اما راه درست است. بدون شک زنده باشی آقای ایار، باید تجزیه شود. با می رقمی که است فدرالی یا تجزیه، فدرالی که 100% باشه که دیگه در منطقه هزاره پشتون نباشه، در منطقه پشتون هزاره نباشه، هر کس برای خود راست است. چون عربستان میگه ما ایران با ایران نمی جنگیم، 1400 سال پیش ما بر آنها حاکم شدیم و تا حال با ما چون چطور که ما مردم افغانستان یک خمیر چونگی بیش نیستیم. نشب پرستم که حدیث خواب گویم، چه غلام می عشقم چه غلام هم از افتادین گویمی کدام چیز از خود جور کرده بود. چه خوش از راز گفتن به حریف نکته سنج که سخن نگفته باشی با سخن رسیده باشد. ای بسیار یک تاله بزرگ است که انسان ها در یک جای با مردم رابطه داشته باشی که سخن نگفته باشی با سخن رسیده باشد. آدم ها در یک جای رشد میکنن که وقتی که عمت کنی وقت گفت فهمیده یا به اشاره چشم میفهمن. چشم در واقع زبانه. اگر کسا با اوی سرسیده باشند که زبان چشم بفهمند، به اشاره چشم بفهمند. سلام آقای ایار. آقای آفتاب میگن خب دختران آفتاب یک فامیل آمده در ایران بسیار وضعش خرابه، بسیار نفر وضعش خرابه. من یک چند رو پیک خود معانه کمک میتانم، ایره بفهمین که کمک میکنم. انوز ما ایره نکدیم که برای شما بگویم که به این نفر پیسه بده، به این نفر، به خاطر که وقت ندارم. اما یگان دفعه که یک نفر میبینم که روزگارش بسیار خرابه و باید که کمکش کنم، کمک میکنم. چو نشبم نشب پرستم
که حدیث خواب گویم چه غلام آفتابم، هم از آفتاب گویم ای درست است آقای، ما دیگر خسته شدیم از دست این جاهلان متعصبین. هنوزی ادامه دارم. تو خوب بسیار بدم میای بهار، بهار سحر میگه. ما بهار جان عروسی کردیم، اولادم دارم، هیچ رای نزن که بعدت میایم یگانه که کاری که میتونی چنلک ما بستک و برو درای خود. فاطمه آزاد میگه hey Mr. Ayar, I want to ask you a question. I don't like Taliban, but now Afghanistan is better than before. دیگهش تیر شد، دیگهش نخوندم. یکان چیزای خورده است که میتونیم بگویم بهتر است از دوره اشرف غنی و اینا کده، اما دیر پا نیسته به می رقمه که میره پیش نمیره. خانم بار باز نشته کده کل به عقل، من اینم که عقل دارم خانم بار که نه تو را سعی نکنم. حالا چرا تو همیجه خدا جگرخون میکنی خانم بار، همیجه شیشتی مرا کل به عقل میگی، خوشام نداری، چرا توی قبیه کار استی که همیجا آمدی مرا سعی میکنی و زجر میکشی؟ این نفر دیگه مرا سعی میکنه، ما خوش میکنه، لذت میبره، تشکر که همیجا هستی، اما تو زجر میکشی خانم بار. انوز هم شیشتی همی مرچ خوردن هم یک اندازه دارم، مرچ کت نان میخوری، مگه یه اونجا شیشته عشقایش روان بد آدم هستی. او کل حال خواستم اینه کل خانم بهار هیچی خو کل هستم. حالا در دنیا حداقل یک 10-20% مردا کل هستن، چی ما آدم نیستیم؟ شعار نیستیم؟ زندگی خوب نداریم؟ غزل در کلامت معرفت با عشق هم معنا شده، در کلامت معرفت با عشق همراه شده. ببخشین تیر شده. کاش که روس یا انگلیس به کشور ما تجاوز کند، کاش که روس. خب آتش زادوریا خرمن دین خواهد سوخت، خواهد سوخت. حافظ این خرقه پشمینه بیانداز و بروخ. حافظ که می بود که ما این بوتا ازیره نمی چشمای میمالیدم. کاش که یوازی که از خود ترکی با مردم خود قرآن هم ایتیم که بر 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 ایج فارسی هم نمی خانه یا تاجیکی یا دری، کلش به عربی، ایج نمی فهمه و بیچاره. اگر ما از خورترکی در کلامت معرفت با عشق هم معنا شده، با حضورت زندگی ای جان من زیبا شده. به هر کسی که گفتین تشکر. وقت می رسد که نظام فدرالی شود و نامهای عیار و لطیف پدرام و دیگر فدرالست ها با خط طلا نشته شود. و چیزی که من خوش دارم که گم شده باشم بعد از اینکه فوت شدم. خانم بار باز نشته کده کلو تشکر خانم بار، کدام کلت میارسی کردی آزار داده. حال قطر و ترکیه را نوبت دادن تا یک بابای ساختگی دیگر بسازن. اون مترام است. مصحف زنده دلان خواب پریشانی نیست، از زمین خاک جهان دیگر ساختن است. یه از اقبال است. واقعا مصحف زنده دلان خواب پریشانی نیست، از زمین خاک جهان دیگر ساختن است. و از این خاک ما صدها جهان زیبا میتانیم بسازیم. کاش ما مردم قدر فرهنگ والای خود را بدانیم. جمیله شکری میگن. آقای ایار عزیز مردم میبینم یک شعر یادم میاد. آقای ایار عزیز مردم چون جامعه چرمی شمارم صحبت نادان، زیرا گران باشد تن گرم ندارد. چون جامعه نشته کدین شعر باید درست نشته بکنین که ما او را چیز. خب خانم بار بالاخره نشتش کرد که از خاطر بدمه که با پیغمبر ما توین میکنی. خانم بار اگر در زمان پیغمبر میبودی یکی از زنایش میبودی، تو رام که اگر زنم شویم میداشتی ازش میگرفتید، تو رام یک چند وقت سیغه میکرد. من با کل دنیا ساز مخالف میزنم، ولی تو هرچی بگی چشم. آقای حیدر اکبری میگه من که کل دنیا جنگ کده رایستم، اما چیست که تو هرچی که میگی ما موافق هستم. تشکر. ای کمال افتخار است بر ما. ای بر کجلان در سرهنگ حق حفظ کند سر تو است. ای بر کچلان در سرهنگ حق حفظ کند سر تو از سنگ. تشکر. راستی سر کل در سنگ زودتر اوگار میشه. تشکر از لطف شما.
خموشی غیر افسردن چه گل ریزد به دامانت، اگر آزاده ای تیر شده ببخشین. ایره دوباره نشته کنید، حتی نتانستم بفهم کی نشته کرد. اگر تو آزاده نباشی اما دنیا قفص است، راستی هر کجا هست زمین تا به سریا قفص است. امیر عجم میگه تا که نادان به جهان حکم روایی دارد، همه جا در نظر مردم دانا قفص است. اما تره بلا ای کاش که، یعنی یک مقبول است که گیریه میگیرم. یکان دفعه یک شعر که میخوانم اقا خوش می که فکر میکنم زنده شدم، یکان دفعه دیگه غرق گیریه میشم. جناب یار عرفایتان ما را پند میته. پای اندر کس نمی بینم یاران را چی شد، یاری اندر کس نمی بینم یاران را چی شد، دوستی که آخر آمد تیر شد. ببخشین متخصصین پاکستانی برای ما پختن را یاد میدهد. عمران خان در اینجا گفته، عمران خان گفته که ما آدم های فنی باید افغانستان رایی کنیم. یا میگه که آشپز رایی میکنن حتمی که برای ما دال پختن یاد بتن. یک روز با او دال ما و شما محتاج میشد. خانم جمیله را این میگن عیف نام بهار، برای بهار میگن. راستیام بهار چقدر یک نام زیبا، ما در فصل بهار همی آفز که میگن ای که صد بار توبه کردم. آشا که من با موسم گل ترک می کنم. موسم گل بهار است، من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. تا خدا بنده نواز است به خلقش چی نیاز، میکشم تا ببخشن تیر شد. آقای یار کلام های واقعیت آشکار میسازید. صد نامه فرستادم، صد را نشان دادم، یا را نمیدانی یا نامه نمیخوانی. حتمی نامه شما را نخواندیم اگر نه از این گمراهی برآمده بودیم. خموشی غیر افسون چه گل ریزد به دامانت، اگر آزاده ای با ناله کن پیوند اعضا را. یکان دفعه یک شعر که میخوانم دفعه اول درست نمیخوانم چون که مانایش تیز نمیفهم. آرامم کن امان گونه که دریا را، پس از هر طوفان آرام میکنی. به خداوند میگه راستیام تا خدا بنده نواز از به خلقش. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوش نفروشم. حافظ بسیار هوشیار بود. راستی هم مترس میگه پدر ما قومو بهشت در یک گندم فروختک. ناخلف باشم اگر من به جوش نفروشم. میگه او در بهش بود، بهش نمیدید اما قرضش برش نداد، گردن بلند. اما تو امو خدا گفت که گندم نخوری، امو را خورد، گفت برو مام ابراهیم از جنت. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت. ناخلف باشم اگر من به جوش نفروشم. ایار صاحب نگاه کن که خانم بهار شما را تماشا میکنه دالا. شکر عبدالشکور میگن حتمی تماشا میکنه و من یقین دارم که خجالت هم میکشه. در زمین نرم نقش پا هویدا میشود، هر که رفت از دیده داغه بر دل ما تازه کرد. جناب ایار صاحب عرفایتان همیشه ما را پند میده، تشکر میکنم. انگار همان شد که خدا خواست. ببخشین تیر شد. زحمت چه میکشی پی درمان ما طبیب، ما به نمیشویم تو برنامه. این افغانستان میتانه با ما بگوید که او طبیب زحمت چه میکشی، من یک مریض هستم که من بیازو میمرم، من میمرم تو بدنام میشی که طبیب هیچ هوشیار نبودک، ما از دستش مردیم، زحمت چه میکشی. از دی مریضی من انگار همان شد که خدا خواست نباشد، تا حوصله گریه و درخواست نباشد. انگار همان شد که خدا خواست. ببخشید من مانای زیر نفهمیدم، معذرت میخوایم. دنیا با آن چه نیرزد که پرایشان کنی دل. راستیام کدام اینها به حقیقت رسید، حافظ یا مولانا؟ اگر دقت میکردیم مردوش
در فرهنگ ما تمام جنبه های انسانی نفته است. یک فرهنگ زیبای داریم، یک ادبیات زیبای داریم، یک شاعرای بزرگ، یک فلاسفه بزرگ که ما مجبور نیستیم ای کاش که ما سر نمی خوردیم با این مردم های عهور. امی حافظ میگه با یک جرعمه که آزار کسش از پای نیست، میکشم زحمت از مردم نادان که ما پرس. حافظ میگه ما مردم که اذیت میکنم، با مردم از ما چی صدمه رسیده. ما اینه البته ای چایه، میگه ما یک شب باده مینوشم که هیچ اذیت کس نمیشه، از دستی مردم نادان اقم زحمت میکشم که ما پرس که پشتم گپ میزنن، که پشت فامیلیم، که شرابی، که حرام خور، که ازی در حالی که خودشان صد چند زیره میکنن، مردم در خانهش نانش دوزی میکنن، زنش مالش اینه، خودشان خوب هستن. اما میگم ما با یک جرعمه که آزار کسش از پای نیست میکشم زحمت از مردم نادان که ما پرس. ای پناه همه عالم به پناه تو خوشیم، ای پناه همه عالم به پناه تو خوشیم. حلقه زنجیر تصویرم ما پرس از شیوانم، حلقه زنجیر تصویرم ما پرس از شیوانم. ای از بیدل باید باشه، دومشان باید نشنا میکنیم. مردم ما آنقدر به تنگ آمدند، اگر مرزها باز شود 90% مردم این سرزمین فرار میکنند. حاصل یک عمر پیش چشممان بر باد رفت، کاش که یک عمر می بود. چون کسی که رکعت آخر بفهمد تیر شد. صبح هست و زتو ببخشین تیر شد. میگن غنی بیتکوین زیاد خورده بود و ضرر کرده، فعلا مریض است. برای غنی من دعا میکنم که جورشه، اما برای ازی که محکمه شد. آقای عبیب دست از دنیا بدار و دامن آه بگیر تا بدانی امچو بیدل تیر شده. جهل جاهل سینه ها را میدرد، عقل عاقل کینه ها را میخرد. عاقلان بر قلب مردم ها که من تیر شد. صبح است روز نو به فرا روی شهر من، چشم تمام خلق جهان سوی شهر من. آقای رای رهبری طالبان هنوز زنده است یا یکی یک فیلم بود؟ طالبان خودشان یک فیلم هستند. امی عمران خان که گفت که ما نفرای فنی باید رای کنیم که طالبان از روی چی؟ من این جمله را پس براتان میخوانم. The Taliban have staffing issues. They are looking for help in Pakistan. میگه یا برای کادرها مشکلات داره طالبا، با ما در پاکستان میبینن که بیاین ما را کمک کنین، کادر رایی کنین برای ما. از افغان خو نیست، از پاکستانی رایی کنین. Government jobs are given as patronage to ex-fighters and exiles living quietly in Pakistan. میگه طالبا چوکی های مهمه برای کسای دادن به اساس کوالیفیکیشن یا شایستگی نه، برای کسایی که در پاکستان به شکل مهاجر زندگی میکردن یا ای که قطع زیاد در جنگ های سر میگرفتن. But not all possess the technical skills required for the job. میگه اینا امو فن را که برای پیشبرد حکومت و جاب است ای را ندارن. یعنی که آیسته آیسته پاکستان میخواه نفرهای فنی خود در افغانستان درو کنه و حکومت صوبه افغانستان خودشان به دست بگیرن. مانا از این گپ نمیست. یعنی پاکستان قبول کرده که طالبان مردمای غول هستن که مملکت پیش برده نمیتانن، در حالی که امیال مشاورین و جنرالای پاکستان اما تا از نزدیک حتی آزاد شدن امی مخدوم عالم به اشاره کلانای پاکستان بود که نفر ایلا کنن. وقتی که طالبا آمدن دیستی جنگ در بامیان شروع کردن، پاکستانیا برشان اشاره کرد که جنگ قومی بس، استادشان کرد. این امیال پاکستان نباشه، طالبا را اصل چهرهش میبینن. آقای ایار به نظرتان مردم باید این بار بالای کی اعتماد کنن؟
بالای اوشاری خود. آخای ارجبه مقاومت سربازگیری دارد یا نه؟ اطلاع داری یا نه؟ ما عملا کدام چیز خبر ندارم. اگر که اینا سربازگیری میکنن، سربازگیری همیشه پیسه کار داره. اینا کجا رسد به تو مکتوب گریه آلودم که باد هم نبرد کاغذی که نم دارد. راستی همتر است، صدای نمالود ما، صدای گریه آلود ما هی جای نمی رسد. نمالود است. یک جمع نکوشیده رسیدن به مقصد، یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدن. لودا وارده می دویدن آقای عادل. یک قوم یک جمع نکوشیده رسیدن به مقصد، هیچ زیاد کوشش نکردن، هوشیار بودن، فهمیدن که چطور به مقصد برسن. یک تعداد دیگر دویده میرن اما هنوز هم جایی نمیرسه. می 43 سال ما همو کار کرده. آقای اگر شیطان با آدم سجده میکرد چه میشد؟ احمد شاپور باور میگه یه چیز نمیشد. شما آیی را فکر نکده باشین که شیطان خداوند نگفتن نمیکنم. نه، دیگه پا قصه است که خوب است که باور کنیم. مگر خداوند شما فکر میکنیم به او بزرگی شیطان خواسته که شیطان بیا سجده کو؟ باز شیطان در قرآن آمده میگه، شیطان گفت که خدای ما به یاد سجده نمیکنم، یاد در زمین قتل و غارت میکنن. اینقدر هم میفهمیده شیطان، پیشگویی کرده به خداوند شیطان. این در قرآن است، اینم اینجا که بگوین از اینجا میکشم. باز خداوند وقتی که پسان دید که راستی آدم ها قتل و غارت میکنن، باید که ناله دارم که جز گوشم کسی نشنیده. آخ بیدل، ناله دارم که جز گوشم کسی نشنیده است. شاید ما همون ناله باشم. امروز برنامه تان بسیار مقبول فرهنگی است. خانم جمیله رهین میگن امروز تلفنم کار نداد، بنان ما و چه اشعار مقبول نوشته کردین. یعنی خیام که گفت دوزخی خواهد بود. که رفت به دوزخ و کی آمد بهش؟ راستی کی آمد؟ شفی جان بیاداری که در وقت اشغال شوروی ها در حکومت ببر کارمر پلوی هر مدیر یا رئیس دفتر یک روز منعیس مشاور نشسته بود تا تمام اختیارات اونا گرفته بود. یعنی حال طالبان و عین کار است. آخای هر در کدام سوره است؟ ای در قرآن است. بر بارا ویره گفتیم برتان میکشم، مال در وقت مصرف نمیکنم. آقای ها را سن چند سالگی مطالعه را شروع کردید؟ او مطالعه که ما شما کل ما شروع کردیم از سنف پنج، از پنج شش سالگی است. اما اکتیاد ما زیاد کار کردیم، اکتیاد ما کم. اکتیاد روزگار قدر سلی زد و قدر تختیس یا پیش روش آورد که کم زیادتر توجه کرد. اما کارم ز خودکامی به بدنامی کشید. آخر نهان که ماند آن راز کزو ساز محفل ها. راستی اما یک آهنگ سی رو بر شما چی میکنم. امی موسمی سلسله داره که خواندنه شما بر ما امی خواندن بگوین که سیفو که میگه مرا بدنام نکو، گله در بام نکو. این را بسیاری هم نمیفهمه که سیفو که میگه گله در بام نکو، مرا بدنام نکو. این نمی گله در بام یعنی چی مانا؟ این در وقتهای کابل زنا و خبیرو نمیرفتن، با ما بوده که از بام خانه کابل را داشتا بام خود. بازی ها از سر ای بام بره در او بام، الا خواجان چطور استی، الا خواجان سلام، الا ترکایی گپ می زدن. باز این میگه گله در بام نکو، برای مشقی خود میگه تو میگی که عاشق ماست، من تو بدنام میکنی پیش کل در بام. بر از او میگه کل نفرا که از زیر تیر میشه میشنه که جان محمد عاشق گلپریز. باز میگه که پیش مردم میگی که بی وفاست اینا، گله اگه میکنی دبام نکو، برای کلگی جار میزنی، مرا بدنام میکنی، گله دربام نکو، مرا دربام نکو. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، راستی بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. ای آقای خلیل
پغمانی نوشته کنه، مگر ای از آقای خلیل پغمانی نیست، یعنی که نوشته شکنه که ما مینامت رستم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. آقای یار بنابودی تا طالبان چقدر موافق هستین؟ ما خوش دارم که هیچ کس افغانستان نابود نشه، بلکه اینا رشد کنن، تمام از یک قواز بر آبادی وطن بیتانه تبدیل شه. اما اگه اینا دست بر قتل و کشار دارن، بهتر است که نابود شوند. در کوه نیکنامی ما را گذر ندادن، گذر به زال است، نگفتن امانه به زیر نیست. گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را، قضا درست نشه کدین. زنده باشید آقای یار. هزار سال بسیار زیاد است، خسته شدیم از زندگی. همیال 10 سال دیگه شاید آخری وقت است که ما می خواهیم. آقای یار، آیا تجزیه بدون جنگ به دست خواهد آمد؟ نه، تجزیه یا ایست که خارجی ها ما را تجزیه می کنن، یا قتل و کشتار. با یک قتل و کشتار مثل که هند و پاکستان به وجود آمد، پاکستان عیش ها کردیم تا برباد رفت اجزای ما. خراسیام، خانه ما بعد ویرانی هوای بام داشت، خانه ما بعد ویرانی هوای بام داشت. اخ، عیش ها کردیم تا برباد رفت اجزای ما، خانه ما بعد ویرانی هوای بام داشت. از بس که میگه عیش کرده بودیم و در امو اجزای ما برباد رفت، انوز او در امو خاطره در هوا موجود است. بعد مردن ما، بعد سقوط خانه ما، انوز او هوا در بامی که وجود نداره وجود داره. سایه دولت هم ارزانی نو دولتان، من سر آسوده خواهم زیر بال خیشتن. ای یک شعر حافظ است که امیال دکلیم نمیه که میگه اگه میخوایی که سرت بدار نروه، در این جنگ ها ایسه نگی. ای امو مانایش است. تعداد به من ز کاغل و از خشت خام نیست، جسمم به مثل موم پر از پیچ تاب نیست. خدا کنه کمتن نباشه. آقای یار، سازمان آب چرا روش نکرد؟ میخوام عضویت بگیرم. سر از هفته دیگه ما به سر سازمان آب دوباره کار میکنم. تقریبا 4000 نفر ما در سازمان آب داریم. ما میخواهیم که یک گروپ از هموطنان را با هم یک جای کنیم که استاد شیم، نمایندگی کنیم از مردم افغانستان. ضرور نیست که شما عضو سازمان آب باشیم، بلکه از هر کسی که هستین. خستم مثل در آغوش کسی جان نشدن، خستم مسئله در ببخشین من ایر نفهمیدم. این جهان یک پیکر آب و گل است، از اقبال رازها دارد که کشفش مشکل است. رنج دارد، گنج دارد به شمار، ملت دانا در این پیکر دل است. خب ایره تغییر دادین، اگرچه که از اقبال است، اما از اقبال ایره خم نیست. از بس که درد گرفت گفته بنوش و نوشته ایم درد، خونواجه های هر سخنم درد میکند، سخنم درد میکند. خنده عمرست نمی آیدم از کلفت استی، آسل نیز در اینجا تو هم ای گریه نیایی، آسل نیز در اینجا تو هم ای گریه نیایی. از بس که در خب دیگه برای عقل کامل می شود، عقل کامل می شود از گرم و سرد روزگار. راستی همه تر است، آب و آتش می کند صاحب برش شمشیر را، آب و آتش می کند صاحب برش شمشیر را. امی آهن که آب و آتش می تند که به فولاد تبدیل شود، که باز او برش بسیار تیز داره، میگه آب و آتش است که او را به وجود میاره. عقل کامل می شود از گرم و سرد روزگار، یعنی که صاحبی را میگه که یعنی یک کس با تولد عاقل نمی باشد. گرم و سرد روزگار است. از کجاها تیر شدی؟ از کدام راه ها؟ از کدام کوره راه ها؟ در کجا سوختی؟ در کجا غرق شدی؟ در کجا در یخ ها بند ماندی؟ چی چیزا یاد گرفتی؟ تجاربت چطور استفاده کردی؟ چطور تجاربت شمع زندگی خود یا آفتاب زندگی ساختی و چطور دیگرها را با خود یک جای ساختی؟ اونج است که تو یک آدم عاقل میشی، اونج است که تو باز به یک رهبر تبدیل میشی. خواجه مگو که منم گر تو توی و من منم، من نه منم
نه من منم. جدایی تا نیفته دوست خدر دوست که داند اما ترسه. دوست عزیز ما، از هر یک شما سپاس میکنم. در واقع خوب شد که تلفن قطع شد، ما تانستم که یک تعداد اشعار رو گپای شما رو دیجه بخانم. امروز ما در هر دو صفحه فیسبوک و همچنان در یوتیوب گپای شما رو خواندم، گپای شما رو بازگو کردم. تشکر که شما چقدر زحمت کشیدین که این اشعار زیبا را گلچین کردین و در اینجا تحفه دادین با ما. و نگفتن امانه که شعر خواندن اکتاتان شاید بگوین اوی شعر درست خواندن، خواندن شعری که انت سعی کنی که یک صفحه تیر میشه باید یک سکوت کنی، یک لحظه استاد شوی که مانای شعر بخوانی. اما ما مثل ازی که یک پرنده دعوات تیر میشه به شدت تو که تفنگ چرایی خوالای دست میتونی شکار کنی و ما هم شکار میکنم که تفنگ چرایی دعوا. اما که تفنگ بودی که تفنگ بودی که بزنی مرغاوی را دعوا، اوجا بسیار چیز من گنگ خواب دیده و خلق تمام کر. من عاجز میشوم ز گفتن و شما میتونین بشنوین بارهای دیگه تا هفته آینده که ما باز هم در خدمت شما قرار میگیرم برنامه ها را شریک بکنین. تشکر میکنم دوستای عزیز و گران قدرم.